بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز قرار گذاشته بودم که با آقای فرزاد نیساری باشم، ایشون متاسفانه براش کاری پیش آمد و قول هفته آینده رو داد. یک شنبه هفته آینده با آقای نیساری خواهیم بود. و اما چه خبر از ایران، چه خبر از دنیا؟ دیروز در چند تا از ایالت‌های آمریکا طوفانی اومد که این طوفان بی سابقه است. میگن تا برمیگرده به تقریبا 100 سال 90 سال قبل و 22 مرتبه طوفان یا یه چیزی مثل گردباد میاد و اصلا زده شهر رو با خاک یکسان کرده. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. بعد آقا شاهین هم اینجاست، خیلی ممنون. شاهین یه ویدیوی درست کرده از یه آقایی به نام گرشا، اینجا نوشتم تبلیغات در ایران شاهین. من خب این خواننده رو نمیشناسم، به دلیل هم دوری از ایران، هم اختلاف سنی که با شاهین دارم، هم فکر میکنم یه جوری تمام این آهنگا مایه غم داخلش هست. و در هر صورت اولین بار بود که اسم گرشا یه خواننده، چون ما گرشایی که میشناسیم سپرنیا گرشا متوسلانی بود، اون فیلمای سن و خاله رو بازی میکرد. بعد یا من اشتباه شنیدم یا شاهین اشتباه گفته یا اون آقای کلن روی دنیای دیگه است، توی دنیای دیگه است. چون طبق اینم جالبه ها دوستان، همیشه یه دو سه جا درجه برای شک و تردید بذاری. طبق شنیده من فکر کنم شاهین گفت که این آقا چند تا حدیث شد، این آقای گرشای خواننده گفته که هنرمند که سس ماینز نیست که بیاد تبلیغ کنه. درست شنیدم شاهین؟ سس ماینز که خودش نمیاد تبلیغ کنه. حالا شاید منظورش این بوده که هنرمند نباید مثلا تبلیغ کنه برای سس ماینز. اولا این آقای گرشا یا دیگران به چه درجه‌ای از صلاحیت رسیدند که به من و شما به عنوان یه نفر که فقط صدای ایشونو دوست داریم یا شعری رو که خونده دوست داریم پیشنهاد کنن که چه چیزی درسته چه چیزی غلط. بعدم یعنی این آقا واقعا خبر نداره که در دنیا الان یه چیزایی هست، یا حالا میتونیم بگی سوء استفاده ازش میکنن یا نحوه استفادهش اینه. یکیش از خانم‌ها استفاده میکنن، میخواد ماشین، میخواد هواپیمای جنگی بفروشه. شما بزنید Arms Sale Convention، هواپیمای جنگی، توپ و تفنگ، نمیدونم ماشین ارتشی، خانمه را لخت میکنن، اون بالا جلب توجه میکنه. این یکی. دوم هنرمندا، این ماجرای هنرمندم به درستی تو ایران بهش میگن هنربند، چون بعضی از اینا بند و گرفتار و اسیر این شدن که اینها هنر دارن. آقا یه خواننده ساده هستی، یه صدایی داری، والا منم روزی که به خاطر صدام رفتم تو رادیو یا به من پیشنهاد کردن بیان تو رادیو، شاید اگه رفته بودم آهنگ خونده بودم صدای من ممکن بود از شما بهتر باشه. ما داشتیم افرادی که طرف هم علیرضا، خدایا چجوری فامیلا یادم میره، علیرضا خواننده بود تو سربازی با ما، چه صدایی داشت، داداش خود من، پسر عمه من، اینا خب میرفت سینما بعد که میمد همون آهنگ رو میخوند، خیلی هم قشنگ میخوند. تازه این بدون موزیک و بدون دانستن نوت و اینا میخوند. بگذاریم اوکی. اون خواننده های جدید مال نسل شوانی، مال نسل من و فلان. اوکی این کی میگه اینو؟ بذارید ببینم دعواشون شد. دقیقا تو مصاحبه با روزنامه گفته بود، گفته بود خواننده که سس ماینز نیست. یعنی چی؟ سس ماینز رو تبلیغ میکنن، خواننده که نمیره تبلیغ کنه. یعنی اینا جمله بندی هم بلد نیستن؟ باید بگه مثلا خواننده نباید تبلیغ ماشین کنه، تبلیغ موتورسیکلت کنه. خب کی بکنه؟ سوربی که این ور دنیا نشسته تبلیغ کنه، کی نگاش میکنه؟ یه پیرمرد یا حالا اومد تبلیغ
مثلا عطر ادکلان میکنه. آقای نمیدونم محمد نوید محمد زادن کیه؟ بالاخره اینایی که بهشون تبلیغ میدن. هر کسی میگه خواننده هنرمند نباید تبلیغ کنه، برای اینه که تا امروز بهش تبلیغ ندادن، به دلیل اینکه آدم یوبسیه، آدم محبوبی نیست، چهره خوبی نداره و الی آخر. اینا دیگه حالا نشستن بر باد، هی باد بی خود رها میکنن، هوا رو کثیف میکنن. آقا به تو چه؟ اون پول داره، برج داره، میخواد تبلیغ کنه، میگرده به آقای اکبری که خوشتیپه، به شاهین که جوونه، آگهی میگه، پول میده میگه آگهی منو تبلیغ کن، به سربی بچک و پوز میگه برو گم شو. بابا یه کمی واقعا من نمیدونم ما تو دوره آخونده اینقدر احمق شدیم، یا به قول طرفدارانش پادشاهی و شاهاللهی احمق بودیم، که اونم باز باید سوال کنیم چگونه 57 سال یه ملتی تو 2 دوره پادشاهی احمق شدن، به اون درجه رسیدن که اونم برایش جوابی ندارن. تمام دنیا رسمه که آدمای معروف تبلیغ میکنن. آها، این وظیفه شماست که وقتی اون ویدیو رو درست میکنی بلا فاصله نظرتو بگی، بگی آقای بعد چرا نوشتی قرمز گرشاس چی قرمز یه چیزی من نفهمیدم. خب چون شما که نظرتو بگی، اونی که ویدیوی شما رو نگاه میکنه میگه آره بابا شاهین هم با من هم عقیده است، این مردکت آشغال حالا بدبخت فوش رو ندی بلش، اون بی خود میگه. خب این خواننده های جدید مال نسل فلان اینها، این اکبری نوشته، راست میگه. من نه حالا یه چیزی، من به شما یه اسایمنت میدم. اسایمنت تو میشه چی بگیم؟ تکلیف، هوم ورک میدم، یه مشق شبانه. از امروز تا فردا برو چند تا از این خواننده‌های جوون رو نگاه کن. خب خواننده‌های دوره ما که هر کدومش شاد می‌خوند میگفتن این کوچو بازاریه، هر کدومش غمگین می‌خورد بونی گندم مال من، نمیدونم هر چی که کاشتم مال تو فلان اینا، میگفتن این سیاسیه. بعد طرفو می‌گرفتن میگفتن آقا سیاست چی، پای منقل تریاک بوده. یکی یکی الان خود خواننده‌ها دارن میگن، از شمایی زاده گرفته تا خانم گوگوش گرفته تا محمود قربانی گرفته تا هنرمندای دیگه، که چه دوره‌ای بوده، چه جوری اینا مواد مخدر استفاده میکردن. حالا بگذاریم یه مدت از اینا، تا اینا هم بعدن بیان بگن که چگونه اینا نمیدونم شیشه و این چیزا استفاده میکردن. نصیب هیچ کی نشه. آقای اکبری 2 تا پیام گذاشته، پیاماش دیگه خیلی سکسی بود، من پخش نمی کنم تا اینکه ایشون یکم دوباره فکر کنه و درباره موضوعات، درباره همه موضوعات شما شوخی نکنی. دلیلش هم اینه که اون وقت من تشخیص نمیدم که سربی با ماشین زده به دیوار شرکت شما توی بوشه، میدونید یعنی شوخی. وقتا میگفت که میگفت شوخی کردم، میگفت که مگه زیر لحاف بودی که شوخی کردی. البته آقای اکبری تحمل شوخی داره، بعضیا تحمل ندارن. یک دو، من درباره حس لمس و حسای پنجگانه که بعضیا میگن حس ششم هم داریم، اون حسیه که هیچ کس تعریفش نکرده، همینجوری حس ششم هست و اینا. یه فیلمی هم در این باره بود خیلی قشنگه، یه بچه جوونی حس ششم داره، سیکس سنس هم چیز اینجوری بود. خب آها، میگه اسم جدیدترین آهنگش که معروف شد قرمز هست. مواظب باشید سربی امروز، این کی نوشته سربی امروز بد اخلاقه. آقای اکبری، ما ایرانی ها اصلا معلوم نیست که خوش اخلاقیم، از بس همیشه بد اخلاقیم. خدا وکیلی از 10-12 سالگی شروع میکنه پیشونی هامون چروک میخوره، یکی به دلیل آفتاب زیاده، یکی یادمون ندادن بابا عینک برای بچه هم هست، عینک آفتابی بزنیم. من خدا بیامرز بابام تا روز آخری که فوت شد در 67 سالگی یک دونه عینک آفتابی یا دودی نخریده بود. کسی که 24 ساعت که خب نمیشه آفتاب باشه، کسی که کلی از ساعات روز در حال رانندگی از پشت این شیشه های کامیون اون موقع بعد نور آفتاب میخورد روی این کاپوت ماشین بر میگشت فلان، نه آقا یه عینک بزن. نه، عینک بزنیم سوسول میشه هممون اخمو. بعدم به همون یاد دادن نخند، بی تربیتی نکن، لبخند نزن، فکر میکنن فلانی بیساری.
هممون بد اخلاقی. حالا تو خیلی خوش اخلاقی آقای اکبری، بیا با ویدیو، بیا رو فیسبوک دو کلمه صحبت کن ببینم چی میگی. نظر شما راجع به این آقای شاهین و قرمز و اینا چیه؟ آقای سربی بعد چک ویوز نه، بعد یک ویوز، بعد چک و پوز نه، بعد یک و پوز درسته، با معذرت. کاکو نگو اکبری، فکر میکند من هستم. من نمیفهمم، گیج شدم. گفت من نمیدونم کجا به کجاست، نقل کجاست، زنه به آها اون آقای اکبر. درست میگه آقای اکبر خالصی بوشهری، ایشون هم اول با اسم ربکا بوشهری آمد، حالا ما رو گیج کرده. این آقای اکبر شیرازی، اکبر اکبری شیرازی، میگه نگو اکبری، مردم فکر کنن من هستم. نه، ایشون یه پیامی گذاشته راجع به پا و اینها. بله آقای اکبری، شما که بچه بوشهر هستی، چه ساختمون قشنگی بود، اون ساختمون چی بود، نزدیک آبم بود، وقتی میخواستی بری تو آب چی کار میکردی؟ لباستو در میآوردی، با یه شورت میرفتی لب دریا، اولین کاری که میکنی یا دستتو میزنی تو آب یا پاتو میزنی تو آب که لمس کنی آب رو. چرا شما فکر میکنی با پا ما چیزها رو لمس نمیکنی؟ در صورت پیاماتونو گرفتم، ممنون. این بالا نوشتم طوفان در آمریکا دیروز، تشبیهش کردن به روز قیامت. حالا صبر کنیم تا یکی از همین آخوندهای اینجا هم بیاد بگه برای اینه که شما به ترامپ رای دادید یا ندادید، فلان و بیستان، اینا همه رو اینا رو وصل میکنن به پریشب. دوستان من داشتم از میشیگان میومدم، چه کار اشتباهی هم کردم، حدود 20 ساعت یک کله رانندگی. خب یک کله، حالا مجبور بایستی بنزین بزنی، گازوئیل بزنی، دستشویی بری، قهوه بخوری، ولی خب 20 ساعت 1200 مایل، 1200 مایل میشه ضرب در یک و ممیز 6 کنیم ببینید چقدر کیلومتر میشه، فکر کنم 2000 کیلومتر میشه. یعنی من رفتم تهران از شیراز برگشتم، الان کمتره. اون وقتا که دانشجو بودم این کارو میکردم، برای اون ایران ناسیونال کار میکردم واقعا. حالا البته شبش از این با لوانتور تی بی تی چیزی میرفتیم، ولی فرداش من تو 8 ساعت از تهران میمدم شیراز، کار خیلی اشتباهی هم بود. بمانم، من پریشب وقتی میمدم توی این کوه و تپه ها، اگر رادیو ستلایتی نداشته باشی، چون من ماشین های مختلف جا به جا میکنم و اینها، بعض وقتا ندارن اینها، اون وقت شما دستخوش این رادیو AM و FM میشی. اینا توی یکش میگیره، سر یه پیچ پیچیدی اونم نمیگیره. اینا قوی ترین فرکانس این حرومزاده کلیسا داره. حالا چرا میگم حرومزاده؟ آقا خودشون میگن، میگن جیزس بدون بابا بوده. بعد خیلی جالبه، باور کنید توی 15 دقیقه که من گوش میدادم، و این آقا واقعا سخنور خوبی بود، بیشتر کلاهبردارا سخنور خوبی هستن. شما نگاه کنید این تلویزیونای ایرانی، اونایی که پول جمع میکنن و پول میگیرن، حالا یه عقب افتاده هم زنگ زده برای من که من اسمم کامرانه، میخوام پول کمک کنم. تا اگر اسمت کامرانه که کامرانا که خب وضعشون معلوم، اگه میخوای پول کمک کنی بعد این همه سال توی آمریکا ویرجینیا ندونی چجوری پول کمک کنی، آدم عقب افتاده ای هستی، برو دنبال کارت. ولی اون شارلاتان ها بلدن چجوری مردم رو خر کنن، ازشون پول بگیره. این آخوند مسیحی، دوستان، تو 10-12-15 دقیقه که من گوش میدادم، اول از خود جیزس شروع کرد، همین جیزس مثل حضرت مسیح، که چجوری فلان و اینها، بعد اومد و گرفتن و کشتنش و زنده شد. یکی نیست به این قرمساقا بگه اگه این زنده شد پس شما ماتمتون چیه، اینو وصل کردین روی تیر چراغ، بعد هی میگین کرایست کرایست صلیب. خب این که زنده شده برگشته، پس شما دروغتون چیه، هی میگین خودشو به کشتن داد برای گناهان من. آقا غلط کرد، گوه خورد، به گور پدر نداشتش خندید. از کجا میدونست من گناه میکنم که بیاد خودشو به کشتن بده؟ حالا با کشته شدن اون ما دیگه گناه نکردیم؟ بعد میگفت که این چی بهش میگن رزرکشن، وقتی بستنش به صلیب و اومدن، خدا میدونه کی حالا برش داشته، انداخته چه جای چالش کرده و فلان، نه بگذاریم، نه رفته پهلو خدا و بعد اومده زمین بین ما هست و فلان، نه یک دروغایی میگفت، میگفت نمیدونم اینایی که اومدن
پیروانش شدن، اول 3 تا بودن، 6 تا شدن، 12 تا شدن، این که رفت هوا و اومد پایین شدن 3000 تا. آقا تا اونجایی که دیگه من نتونستم، بگو 15000 نفر اونجا، بعد میگه این 15000 نفر همشون مال جرسلام، همین اورشلیم و مال بتلهم و اینا نبودن ها، از همه جای دنیا. یکی میگه آخه قرمسا 2000 سال پیش از همه جای دنیا اومدن توی طویله، اونجا برای چی چیکار کنن؟ و این دروغ ها شما صبح یه شنبه، همین امروز صبح بزنید کانالای تلویزیون آمریکایی، یکی پس از دیگری بهترین مجهزترین دستگاه ها و استودیوها رو داره نشسته، طرف تو صورت شما نگاه میکنه، به شما میگه پول بدید چون من میخوام یه هواپیمای گرونتر بخرم، حضرت عیسی گفته باید پولش از شما بگیرم. حالا شما به من بگو، شما نباید خر و الاغ باشین تو به یه همچی کسی پول بدی؟ اوکی. حالا که جوانی که نه 2000 کیلومتر راندی کنی، آقا ای والا، حالا کو جوانی که کو جوانی که بتونه 2000 کیلومتر رانندگی کنه؟ البته بهتون بگم ماشین 2022 بود و یه ماشینیه که حالا من ماشینا رو وقتی میرم و میام یه دو تا عکس ازشون میگیرم، بعد در مورشون تو تحقیق میکنم. یه ماشینی هست به نام TRX، اجازه بدین. این طرف مثلا 3 ماه تو نوبت بوده تا این ماشینه بیاد و به اصطلاح این بتونه بخره. اولا یه نگاه اینجا، آره این بود عکس، تقریبا یوز داج رم پولان فور سیل ویت فوتوز، آره این بود. با وجودی که به قول ما ایرانی ها تاکسی باره یا وانته یا پیکاپ تراکه، ولی یه ماشین راحت قوی. شما وقتی اون بالا نشستید، بذارید من عکس براتون بیارم. این 2021ه، من تو تبلیغای این دارم نگاه میکنم، اونی که من بردم 2022 بود، یعنی میدونید که از برج 6-7 اینجا شروع میکنم ماشینای دیگر میاد. این بود و لاستیکاش همینجوری از کوه و سنگ بالا میره. همون داخل که شما نشستی، این ببین این یه کمک های اینجوری داره درجهشو از داخل تنظیم میکنی. من اصلا مونده بودم که این همچین ماشینی. وقت جلوش خیلی جالب بود، داخل ببینید اینا میشه گفت پیکاپ دراک های هستن. بله این نوشته سوپر چارج، این 6.2 لیتره فکر کنم، اونم که من بردم همین حجم موتورش 6.2 لیتر بود، ولی 800 هورس پاور. این داداش من یه دفعه میگه که این ماشینایی که من میخرم میدم به راننده ها 600 هورس پاور هست به اضافه مغز یک الاغ. خب این میبینید تو دوزیاش صندلی ها رو اینجوری، ولی من میخواستم یه عکس از داشبوردش بهتون نشون بدم. این کلمه داشبوردی که ما میگیم همین داشبورد، اینا TRX دوستان. و بعدن که خوندم فهمیدم که این، اولا میدونی دنده ها رو که میخوای عوض کنی باهاش، اگه بخوای تو همین فرمون، این دنده ها رو سبک میکنه، این دنده ها رو سنگین میکنه، همه این کنترول ها تو دست تو اینا دیگه اصلا مثل هواپیما، نمیدونم تریلی اگه داشته باشی ترمز از اینجا فلان اینها. بعضی از مردم اینا رو میخرن تا زمانی که میفروشن حتی نمیدونن چه چیزایی داشته. اینو این بغلش زیر دست شما مینویسه با ون نمبر و اینها که این سفارشی ساخته شده. حالا براتون اسم این ماشینه رو بگم. اسم این ماشینه، چون فورد یه ماشینی درست کرده به نام نمیدونم دایناسور یا یه موجود اینها، این رم همون داج خودمونه که تو ایران میگفتیم دوج. من یادم اصلا ماشینای آموزشی اینها با دوج و شولت و اینها بعضی ها امتحان میگرفتن، بعد شد فولکس واگن. پیکان که اومد، چون پیکان واقعا ماشین راحتی بود، با اون دیگه شروع کردن آزمایش و اینها امتحان براندی. چون فورد یه ماشینی ساخته اسمشو گذاشته مثلا فلان موجود، اینا اسم اینو گذاشتن این این دایناسوری که اونو میخوره. و خلاصه دعواشونه، شما تو آمریکا اگه باشی، آمریکا یک
چیزایی هم درست کردن، پشت ماشین هاشون میزنن، اینایی که خیلی عاشق ماشین هستن و اینها، پسر پتیک یکی از اونایی که ماشینا رو عوض میکنه چی میکنه، اتفاقا اون روز برای من یه عکس فرستاده بود، چرخ جلوش رفته بود تو هوا، بعد چرخ عقبه فشار اومده بود روش چروک شده بود. به پتیک گفتم به پسرت بگو که ببین زندگی هم مثل همینه، وقتی یکی میره بالا به زور انجین و به چی، به اون بدبختی که رو زمینه فشار بیشتر میاد، باورتون نمیشه لاستیک عقبش اینجوری چروک شده بود. بعد پتیک گفت آقا دمت گرم چجوری توجه کردی، گفتم متاسفانه یا خوشبختانه من چون دبیر بودم همیشه با این خودکار قرمز دنبال اشکالا میگردم، دنبال اشتباهات میگردم که خوبم نیست، اعصابت خرد میشه هر چی میبینی، هر چی اینور بر میشنوی اول بدیشو ایرادشو میبینی. اینم داره میچرخه درست. بله حالا کو جوانی که بتونه 2000 کیلومتر، بله اینو خوندم و این تمرینم هست وقتی که بلد باشی. حالا جالبه همین ماشینی که من بردم برای یه زن شوهر، اینا پارسال 9 ماه پیش اومدن از میشیگان تا اینجا 600 مایله اومدن رانندگی کردن، اومدن اینجا یه ماشین معامله کردن، دو تا ماشین خریدن بردن، بعد خودشون چون رفتن و دو سه روز مریض و بیحال بودن اونجا، این بار وقتی این ماشینه رو طرف بهشون زنگ زده گفته اون ماشینی که میخواین من یه دونه شو دارم و زود باید خبر بدی، یه کمم آتیش رو تون میکنم، اونم گفته میخوام فقط یه مشکل دارم، من الان ایام کریسمس و رستورانم نمیدونم گرفتاریم و اینها، گرفتاری خوب، یکی هست که اینو بیاره؟ و گفتن بله ما راننده داریم. گفته نمیخوام دست هر راننده بدی، یا گفته نه یه راننده با تجربه داریم که خراب نمیکنه، چون این جوونا وقتی این ماشینا میفته دستشون وحشی میشن، خود منم یه جورای وحشی میشم، یه وقت میریم اینجا 100 مایل میری، 100 مایل 160 کیلومتر دوستان توی آمریکا خیلی زیاده، اگه بگیرنه دستبند میزنن میبرن زندان، ولی وقتی ما میگیم 160 کیلومتر این اکبری و نمیدونم شاهین و اینا که تو آلمان هستن میخندن میگن بابا اینجا ماشین 300 کیلومتر میره، تازه اون بعدی میاد از سبقت میگیره. البته این بار که اومد بودم آلمان دیدم خیلی از چیزها هم اونجا هم هی اسپید لیمیت و اینها اضافه شده. آقای زمانیان حال شما چطوره؟ آقا در ایران چه خبره؟ یه ویدیویی درست کردم بهش میگن دوربین مخفی، طرف از رادیو صدای گوینده رادیو رو پخش میکنه که هم اکنون به ما خبر رسید که رئیس جمهور رئیسی با بالگرد با هلیکوپتر توی بوشه سقوط کرده مرده، حالا چند تا خوشحال میشن چند تا غمگین میشن و اینها، دیگه برید خودتون اون ویدیو رو ببینید. و یه دوستمون این آقا محسن دایی محسن نوشته بود که همین ویدیو رو برای روحانی درست کرده بودن که روحانی افتاده مرده، همه گفتن خوب و فلان اینها، ولی این برای رئیسی که درست کردن، یه نفر خانمی هم نشون میده گریه میکنه که ای داد بیداد، حالا که یه نفر پیدا شد خواست مشکلات مردم رو به اصطلاح برطرف کنه، اینم اینجوری از بین رفت. چی فکر میکنید آقای زمانیان؟ فکر میکنید آقای رئیسی میتونه مشکلات مردم رو حل کنه، یا مشکلات انقدر زیاد شده که دیگه باید دلمون از این خرابی ها بود شاد، خرابی تا بدانجا کاباد میگردد، چون هم رئیسی هم 3-4 نفر دیگه که میخواستن رئیس جمهور بشن گویا 5 نفرشون ادعا کردن که وضع سیاست و اقتصاد و اینا رو درست میکنن، و گویا این 5 نفر رو الان رئیسی آورده سر کارهای مختلف هستن، خودش هم که هست. خب این میگن وقتی اومد دلار 24 تا بود، حالا شده 31، نمیدونم ماشین انقدر بود شده انقدر. دوستان برید آمار گرونی در آمریکا رو هم نگاه کنید، ماشینی که اون موقع میگفت 80,000 دلاره به شما 12,000 دلار هم بونس میدیم، اینسنتیو میدیم، تخفیف میدیم، اگرم پرستاری 500 دلار دیگه، اگه ارتشی هستی 500 دلار دیگه، الان توی نمایشگاه درشت روش نوشته 30,000 دلار قیمت بالاتر به خاطر مارکت بازار، اینجا میگن demand and supply عرضه و تقاضا. اینم از این ماجرا. بگو ببینیم آقای زمانیان گاهی وقتی پیام میذاشتی چی شده اونجا؟ شما کریسمس سرتون شلوغه، دارید آماده میشین برای ژانویه الی آخر. خب
بوریس جانسون این دیوانه روانی که اگر شهردار لندن بوده یه زمانی، اگر دیوانه شالاتانی مثل ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمیشد، اونم صدر اعظم یا نخست وزیر انگلستان نمیشد، باز یه گند دیگهش در اومده. پارسال همین ایام که به مردم انگلستان میگفتن اوه اوه خیلی خطرناکه، مواظب باشید چنین و چنان، خودشون جشن و پارتی و مهمونی از اون بدتر مردم رو هم مسخره میکردن. حالا میگن این نوارش بیاد و فلان، اینها میگن این باید استعفا بده. دوستان، همین که ما آهنگای جوونا رو نمیفهمیم، یه چیز دیگه هم هست که ما کلن زبان ایرانی و زبان فارسی و اینها رو نمیفهمیم. من داشتم یه فیلمی نگاه میکردم، رادیو فردا گذاشته بود، در باره این بیچارهایی که اسیر جمهوری اسلامی و این به اصطلاح مامورا میشن و ازشون بازجویی میکنن و اینها، و دیدم طرف توش میگه که ما تا اونجایی که میتونستیم کتک خوردیم. گفتم آقا اقلا بگو تا میتونستن منو کتک زدن، و الا وقتی شما رو گرفتن بستن روی صندلی میزننت، هی دوباره میگی بزن من میتونم هنوز تحمل کنم، من باشم همون اولیش اینقدر جیغ و گریه و التماس میکنم که ولم کنن. پس چی تا میتونستن؟ برید ببینید این ویدیو جالبیه، یه نفر که خودش زندانی بوده حالا اومده تو رادیو فردا کار میکنه، این ویدیو رو ساخته، شرح حال اینا رو میگه که واقعا انسان، بشریت باید خجالت بکشه از این ماجرای شکنجه و شکنجه شدن اینها. ولی فعلا حالا به جای خجالت بیایم اینجا، این نوشتهایی رو که من میبینم و نمیفهمم. یه خانمی به نام بهاره مولایی، این مولایی رو من نمیدونم چرا و یا وی یا فاش رو نمینویسن، توی آلمانی میگه فا، این میشه مولایی اینجوری که اینا نوشتن. حالا ما فکر کنیم ایشون مولایی هست و وی شنن میشه. نوشته پیشنهاد کاری جذاب. دوستان این علامت تعجب، نقطه، کاما، ویرگول، اینا رو برید بخونید ببینید کجا باید استفاده کنید و چرا استفاده میشه. پیشنهاد کاری جذاب، علامت تعجب. شما میدونید الان چرا ایشون علامت تعجب گذاشته اینجا؟ من نمیدونم. خب حالا نگاه کنید، طی چند سال اخیری که به عنوان کوچ منابع انسانی فعالیت میکنم، این کوچ باید کوچه باشه، کوچ یعنی مربی. من اول خوندمش کوچ منابع انسانی فعالیت میکنم. خب این کلمات انگلیسی بیاد تو فارسی هیچ اشکالی نداره، ولی دیگه یه نفر که میخواد بگه من کوچ هستم، مربی هستم، فارسی مینویسه، بابا اینم به عنوان حالا بیاد نیست راهنما، استاد، یک کلمه مترادف چیزی پیدا کن. ایشون نوشته طی چند سال اخیری که به عنوان کوچ منابع انسانی فعالیت میکنم و با مجموعه های مختلف به صورت پروژه‌ای همکاری داشتم، پیشنهادات بسیار زیادی با عناوین جذاب و جالبی دریافت کردم. جالب است بدانید که غالبا بعد از اتمام پروژه ها درخواست ادامه همکاری به شکل تمام وقت از جانب صاحبان و مدیران مجموعه مطرح می شود. یعنی ایشون آزاد دلش میخواد باشه، نمیره یه جای استخدام بشه، یا دروغ میگه، اینجوری میگه برای بازار گرم کردن که من انقدر خوب بودم اونجا، اولین پروژه رو که انجام دادم گفتن خانم بیا استخدام شو، گفتم نه به جان تو نمیشه. خب حالا میگه که از جانب صاحبان و مدیران و اینها بماند، احتمالاً تغییرات، خودش هم نمیدونه این رو، احتمالاً تغییرات مثبت بهشان چسبیده است و برایشان خوشایند بوده. علامت اوکی و اینجوری دوباره همون نقطه و ویرگول و اینها. و البته این را هم نمیتوان نادیده گرفت که با وجود تلاش برای سیستم سازی، من تا این دو قسمت، تا این دو پاراگراف که خوندم هنوز نمیفهمم که این خانم اصلا منظورش چیه از این نوشتن، میخواد چه کار کنه؟
به قول آمریکایی‌ها میگن میخواد خودش رو بفروشه، نه که بابا تن فروشه ها. وقتی میخواد خودش رو بفروشه یعنی یه سرویسی داره ارائه میده، میخواد منش. خانم آقا چیه این مزخرفات؟ به عنوان کوچ منابع انسانی فعالیت میکنم. یه آدم بیکاری رفته یه جایی از این کلاسایی که این هنرپیشه‌های احمق ایرانی میذارن، یه دوره یه پولی گرفته از باباش و فلان اینا، حالا این اومده کپی همونو زده برای یکی دیگه. مثل این تبلیغای از شب طرف کنار نمیدونم بار نشسته میگه که بیاین برای من کار کنین که روز 2000 دلار چگونه بسازین. یکی نیست بگه قرم صاحب، تو اگه روز 200 دلار میساختی الان نمیمدی بشینی به دیگران التماس کنی یا گولشون بزنی که بیان برای تو کار کنن. دوستان آخر سال، ایام کریسمس، ایام هانوکان، از دوستان یهودی انتظار حمایت و کمک داشتن کاری بسیار احمقانه است. ولی حالا خدا رو چی دیدی؟ یکی از اینام بشینه بگه آقا ما سالها از انسانیت و انسان و بشر و خلق دنیا پول گرفتیم، خب حالا یه کمکی هم بکنیم به تلویزیون مردم. دوستان من بدون کمک و حمایت شما گشنه نمیخوابم. حالا ممکنه حمایت بشه دو سه تا آبجو بیشتر بخورم که اونم به شما احتیاج ندارم، یعنی بهتون اینو پخته کنم، نه تلویزیونم بسته میشه، نه ستلایتم قطع میشه، نه مثل ایران آریایی مینسم تا امروز ما 40,000 دلار بدهکار این بدبخت. یه مکانیکی داشته آقای چی آریان وطنخوا، مهدی وطنخوا، پول خوبی هم در می آورده، خر شده با اون سکوی دیوانه آمده، حالا هر روز باید بشینه اونجا گدایی کنه. اسم اونو واقعا باید بذاریم گدایی، اون حمایت نیست. حمایت اینه که من بگم آقای میخواین حمایت کنی، ولی گداییه که دیگه اینقدر دنبال طرف راه میافتن طرف یه چیزی پرت کنه جلوشون و مثل سگ اون وقتا یه استخون مینداختن میگفتن چخه برو ولمون کن. در هر صورت اینم از این، پس حمایت یادتون نره. و اما عکس کوچ رو نشون دادم که اینجا هم نوشتم کوچ، من افتا فکرم کوچ میکنه، گفتم این کوچ کجا میکنه، چون آقای چیزم یه برنامه داره آقای لیمونادی، کوچ ایرانیان. بابا باز کوچ درسته، مهاجرت درسته، ولی اینی که چپ و راست به هم دیگه میگن ما تبعید شدیم، یکی به من نشون بده کی شما رو تبعید کرده، در کدام دادگاه شما رفتی متهم بودی مجرم شناخته شدی، حکمت گفتن باید ایشون بره کنار آب کالیفرنیا بشینه و اونجا خوش بگذرونه. تبعید به کالیفرنیا، تبعید به سوئد تاریک، تبعید به آلمان. یکیتون بیان این حکم تبعیدتون رو بذارید رو فیسبوک. خانم آقا شما مهاجرت کردی و در طی تاریخ مهاجرت کار مثبتی بوده، از زمانی که انسان دیده اینجا آتش فشان میشه، هر سال دو سه تا خانوادش میمیرن مهاجرت کرده رفته، تا زمانی که همین جیزز حرامزاده مهاجرت کرده، همون حضرت محمد مهاجرت کرده، هر کی شما میگی یه نوعی مهاجرت کرده. شما از خونه پدر و مادرت مهاجرت میکنی میری و با همسرت یه جای دیگه چی میگن سکان میپذیری، غلط اسکان میپذیری. آقا آدم از ترس این آقای اکبر بوشهری دیگه میترسه حرف بزنه، میترسه حالا فردا یه چیزی این برام پیام بذاره. ولی آقا این پیام آخریتون خیلی خیلی ناجور بود. خب اینجا نوشتم عدالت اجتماعی. دیروز من یه فرصتی پیش اومد خیلی جالبه، هفته قبل یه نفر اشتباه زنگ زده بود، پیام گذاشته بود اینجا برای خانم شوره عاصمی و از آقای مختار یه چیزی میخواست. این هفته یه آقای از کانادا زنگ زده، آقای کیومرث خان که ویالون هم میزنه، و پیام برای آقای حسن فیروزی. البته این حسنشه که نشون میده که این برنامه ها باقی میمونه، همونجوری که صدای داوود در نمیدونم فضا و اسپیس و آسمان ها و هر جا که بگی باقی میمونه تا بی نهایت. این برنامه ها و برنامه های دیگه که اطلاعات روش هست، شماره تلفن هست، اینفورمیشن هست، اینا باقی میمونه. طرف داره نگاه میکنه این آقا دوستش، هم کلاسیش، هم محلیش، آقای حسن فیروزی داره صحبت میکنه، شماره تلفن، زنگ میزنه اینجا پیام میذاره، منم وظیفه‌مو انجام دادم.
به آقای حسن فیروزی دیروز زنگ زدم صحبت کردم و آقای حسن فیروزی رو دوستان برید اسمش رو بزنید، یکی از افراد بهایی هست که خودش از بهایی ها ایراد میگیره، میگه ما هم ایراداتی داریم، از بهاییت ایراد میگیره، و یکی از اوناییه که میگه البته ما بهایی ها اسلحه داریم و میخوایم با اسلحه دنیا رو بگیریم. یعنی حقیقتا یه جوری اینا هم مثل آخوندها میخوان من و شما رو به زور ببرن بهشت. آقا ما نمیخوایم بریم بهشت، من میخوام با این شاهین و با این اکبری و با این آقای زمانیان توی جهنم خوش بگذرونیم. این آقای اردشیر شیخی هم نمیدونم، حالا چون تو جنگ بوده و مجروح شده ممکنه بره بهشت، ولی میتونیم بذاریمش مأمور در جهنم و بهشت اونجا باشه، بذار گاهی وقتی ملاقاتی ها بیان بره. خب میگه اکبر آقا منم همش فکر میکنم شمایی، هی با خودم میگم تازگی ها اکبر آقا چقدر فعال شده، تون تون پیام میذاره. خب نمرت شد 19، نشون میدی اگه هفته قبل شما پیغام آقای اکبری رو تو برنامه من شنیده بودید، آقای خالصی اکبری بوشهری یا اکبر خالصی بوشهری، اون وقت میفهمیدی که اون اکبر، اون اکبر نیست، اون هلویه. بمانه. و اما بله، یکی از ایرادهایم که آقای خالصی به من گرفته، تو شیرازم خالصی داشتیم، گفته که ماهانه درسته، ماهیانه غلطه. ولی خب شاید غلط مصطلحه، اینم باز برمیگرده به همون صحبت هنرمند و تبلیغ و اینها. اصلا کی میتونه بگه چه کلمه‌ای درسته؟ من میگم هر کلمه‌ای که مردم بیشتر ازش استفاده کنن اون درسته. ما میگیم آقا من ماهی 4 تومن به شما اجاره میدم، بعد میگی این پولو کی میاری؟ میگم ماهیانه میارم بهت میدم. خب هم شما میفهمی مبلغش، هم شما منظور منو میفهمی. حالا چرا چه ماهیانه باشه چه ماهانه؟ به نظر من اینها اون ایراده که میگفتن ایراد ملا غلطی یا یه چیز اینجوری، یعنی طرف نشسته خودکار قرمزم گرفته دستش، ببینه سوربی امروز میگه ماهانه یا ماهیانه، یا میگه انعام یا میگه گمان، ازش ایراد بگیره. ایرادا رو بذارید دور، چیزای دیگه شما میتونید یاد من و دیگران بدید، خیلی عالی. خب اینجا نوشتم شاه و شاهنامه، عکسش رو نشون بدیم اگه بتونیم پیداش کنیم. خب یه چیزی هم بهتون بگم، از پریروز که من از 4 صبح رفتم تا 1 و 2 بعد نصف شب که برگشتم، همون 20 ساعت و اینا رانندگی، چشمام اذیت شده. چرا؟ بدن همون میگه چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، یا اینکه بدن مثل یه بانکه، شما اگه ازش کار بکشی ولی استراحت نریزی توش ورشکست میشی، پولاد از بین میره. و این اشتباه من بود و با خودم اون روز قرار گذاشتم هرچی هم اینا میخوان بگن آفرین مرحبا یه روز رفتی اومدی و اینها، نه آقا ما رو بیش از این خر نکنید. اگر یه جایی بیشتر از 350 مایله که راوند تریپ یا رفت و برگشتش بیشه بیشتر از 700 مایل، من اینو دیگه توی 1 روز انجام نمیدم، توی 2 روز قشنگ اونجا هم شب استراحت، خواب، حمام، فردا صبح شاد فرش مثل یک جوان 40 و چند سال پیش را میفتیم میایم. اینم اینه لفظی، غلط لفظی که نیست، غلط لفظی اینه که یه چیز، ولی غلط مصطلح ممکنه باشه. خب آه من خودم کلاهم پس معرکه است و نیازمند راهنمایی ما را چه هدایت بهشت و جهنم. آقای اردشیر شیخی ما کی گفتیم شما میخوای راهنمایی کنی؟ ما گفتیم شما مأمور باش دم در بهشت و دم در جهنم، که یه وقت ما جهنمی ها نریم اونجا، یه وقت این بهشتی هم نیان مزاحم ما بشن. چون شما فکرش بکنید اگه یه بهشتی هم بیاد تو جهنم واقعا مزاحم ما، ما داریم میزنیم و میخونیم و عرق میخونیم و آبجو میخونیم و خوشیم، اون میاد میگه آره موقع دست نمازه، حالا نمیدونم حی علی خیر الامم، ما ولمون کن برو اون ور. و چه خوبه که بین این جهنم و بهشت یکم فاصله باشه،
مزاحم همدیگه نشن. و اما تصویر امروزمون چطوره دوستان؟ ما از یه دوربین جدیدتر استفاده کردیم، شاید شاهین که تو کار تلویزیون و به اصطلاح اینا هست بتونه. آها ایشون میگه ملا لغتی. خب این لغتی که غلط نوشتی عزیز من، حالا خود منم شدم ملا لغتی برای شما. ملا لغتی ل و قین، این چه سریه که ما تو ایرانی دو تا قین داریم، سه تا ز داریم، شش تا سین داریم، 16 تا. اون وقت جالب تر اینه که وقتی می نویسیم توش ا او نیست، هی اشتباه میکنی. آقا اینا رو کم کنید، یه ز دسته دار و نقطه دار و یه ز اینجوری و یه ز اینجوری رو بکنید یه ز، یه ا او داخلش بیارید. خب این ناقصه این زبان فارسی. هفته پیش ویدیو رو نگاه کنید، طرف کبابی داره، پشت تابلوش پولم داده، سینم ساخته، زده. خوب که شاهین این کارو نکرده، نوشته جلوی شما سیخ میکنیم میدیم بخورید. عالی تصویر، مرسی. درسته، غلط نوشتم، آفرین. بله بله، مرسی، خیلی ممنون. خب آقای مسعود کردار یک پیامی گذاشته، ایشون راجع به این برنامه‌هایی مثل تلویزیون شبخیز و اینها، حتما شما هم دیدید الان از الان که شروع میکنن اینا با کریسمس جشن میگیرن، با سال نو مسیحی جشن میگیرن، با والنتاین جشن میگیرن، با شب یلدا جشن میگیرن، چهارشنبه سوری جشن میگیرن، شب عید جشن میگیرن. و واویلا یه مشتی آدمای پیرمرد که همه موها رنگ کردن عین لولو، یه مشتی آدمای پیرزن که همه جا رو جراحی کردن و هنوز کسی بهشون جرئت نمیکنه بگه خانم آقا نرو توی قسمت بچه‌ها نوجوانان لباس بخر، شما که این لباس رو میپوشی اینو درست کردن برای یه دختر 16 ساله که استخون شونش انقدره، نه شما که سینه هاتم ازش میزنه بیرون، هم از این ور میزنه بیرون هم از اون ور. آقای مسعود کردار کم لطفی میکنه، برنامه ها رو پیامش رو اگه برای من بذاره که من اینا رو تو برنامه پخش کنم، وقتی ما دهنمون خوش میشه پیام این دوستمون پخش میکنیم، پیام آقای بوشهری رو پخش میکنیم، اون وقت یه قلپ هم آب مینوشیم. البته آقای بوشهری که پیامش سکسی بود نمیتونیم، آقای کردارم اون پیامی که گذاشته بود برای خود من گذاشته بود، ولی جالب بود، توضیحی هم که میده درسته، منم با شما هم عقیده هستم. حالا به سلامتتون مینوشم و موضوع رو میگم. میگه که آقای اکبری، این اکبری شیرازی، میگه من از مردم تیوی نگاه میکنم، تصویر و صدا خیلی خوبه. مردم تیوی منظورت فیسبوک مردم تیویه یا مردم تیوی دات کام؟ دوستان گاهی وقتی مردم تیوی دات کام هم برید نگاه کنید. من الان حالا آقای اکبری باید شد یه تبلیغ کوچولو هم اینجوری انجام بدیم و اینجا بنویسیم، یک لحظه، مردم تیوی نگاه کنید دوستان. این مردم تیوی دات کام چیزیه که من سال 2003 وقتی از تلویزیون رنگارنگ جدا شدم فهمیدم که به این رادیو تلویزیون های ایرانی نباید اطمینان کنی و اینا فقط ادای آزادی و آزادخواهی رو در میارن ولی تحمل شنیدن هیچ کس رو ندارن. آمدم این مردم تیوی دات کام رو باز کردم و اون موقع من از بیل گیت یاد گرفتم که تلویزیون ها شکلشون عوض میشه. نگاه کنید شکلشون عوض شده، دیگه مثل من چاق نیستن، قشنگ پهن شدن، دراز خوابیدن رو زمین. تلویزیون ها راهشون عوض میشه، دیگه با موج و آنتن و کیبل نیستن، با اینترنت هست. همین اینترنت هم به زودی عوض میشه. حالا شما وقتی میای اینجا، این بالا صفحه اول روزنامه ها رو نگاه کن، شبه آیات شاهین هم اومد. شاهین ببندیم اینو یا هستی هنوز این ماجرای سمس کافی و اینا؟ این اندیشکده هست، دیگران هستن. آگهی شما میتونه اینجا با یه مبلغ خیلی کمی باشه، ولی اینجا رو اگه شما کلیک کنید و ساکت بشینید متوجه شدین؟ اون وقت شما تلویزیون مردم رو میبینید. حالا لطف کنید از حالا تا یه شنبه هفته آینده برید نگاه کنید و به ما بگید که تصویر از اونجا چگونه است. اینم یکی پیغام گذاشته، چون
اسمش اینجا نیست، من ننوشتم که کی هست، پیامش رو تو در برنامه پخش نمی کنم فعلا. و یکی دیگه هم هست، اینم تبریک، من نمیدونم این گوگل این همه وقت ما بهش میگیم آقا ما نمیخوام. اوکی I tried my best level 2 دانی. خب این هم از این ماجرا، همون آقا کامرانی که گفتم پیغام گذاشته که ما میخوایم کمک کنیم، حمایت کوچکی انجام بدیم، این همین لاتولوتای طرفدار اون یکی دوستمون هستن. اینا یه مش آدم بدبخت بیکار. دوستان این ماجرای ازدواج در جوانی رو شما شوخی نگیری، امان از موقعی که سنتون بره بالا، توقعتون بره بالا، بیشتر امان و فقان و فقانم میگن، موقعی که پولتونم بره بالا، پولتونم که بره بالا و بیشتر بشه دیگه میگی حال نکنه این خانومه به خاطر پولت عاشقت شده و اینها. و یه فیلمی من به شما پیشنهاد میکنم، این فیلمو ببینید. چی شد همتون بادتون تموم شد خالی شد؟ آقای اکبری هم دیگه به ما راجع به فیلم، فیلم مسافر گفتم نگاه کنید نظرتون رو به من بگید، نگفتید هیچ کس. خیلی ها 600 700 نفر 800 900 نفر این ور نگاه میکنن اون ور نگاه میکنن، ولی وقتی یه چیزی میگی یه نفر هم جواب نمیده، برای که همه میخوان همه الان حرف بزنن. آقا فیلمه رو که ندیدی، برو فیلمه رو نگاه کن. یه فیلمی هست به نام چند متر مکعب عشق، حتما نگاه کنید و بعد نظرتون رو برای من یا پیغام بذارید یا فیسبوک بذارید، پیام میتونید تو فیسبوک پیام بذارید، ویدیو بذارید، بنویسید، تو برنامه آینده میخونم. پس یکی شد فیلم مسافر مال اون آقای خسرو شکیبایی. خسرو شکیبایی خیلی تعریفش میکردن، اتفاقا یکی از فامیلاش هم با من دوست بود، به من زنگ میزد، خیلی هم آدم خوبی بود و اینها، بعدم که فوت شد و رفت و اینها خدا بیامرزش. ولی شما این فیلمه رو ببینید، ببینید برداشتتون از این فیلم، آدمی که بلند شده از آمریکا رفته، یه بچهش تگزاسه، یه بچهش کانزاسه، حالا اینا وقتی میخوان بگن نمیگه مثلا یکیش تگزاس یکیش کالیفرنیا، یکیش تگزاسه یکیش کانزاسه. اون جوکه بود میگفت چند تا بچه داری؟ میگفت 5 تا بچه دارم، یکیش دانشگاهیه، یکیش نمیدونم پالایشگاهیه فلان، اینها اینا هم اینجوریه. یه بچه این آقا تگزاسه یکیش کانزاسه، اینا بماند، اونو ول کن. شما این هفته فیلم چند متر مکعب عشق نگاه کنید، اگه دوست داشتید نظرتون رو برای من بنویسید، منم نظرمو هفته آینده میگم. و این فیلمایی رو که میگم از امروز میخوام بذارم توی مردم ریپورت، اون قسمت مال پلیلیستش. و این کار به شما هم الان یاد میدم چجوری انجام بدید. دوستان مردیم از بس این همه ما کشورها رو آزاد کردیم، این همه سیاسی حرف زدیم. یه خانمی هست به نام الهه، الان فامیلش یادم نیست، این الان چند مدت راجب افغانستان مینویسه. میگم خب خانم کشور خودمون رو آزاد کردیم درست کردیم، حالا نوبت افغانستانه. و ضمناً شما چند وقت راجب افغانستان میگی؟ میگه من چند ساله. گفتم یه مطلب یه ویدیویی که قبل از اینکه طالبان دوباره بیاد شما برگرد به من نشون بده، رفته که بیاره نشون بده. این بلند پروازی ها که بعضیا به درستی اسمشو گذاشتن گندگوزی، کار ما رو خراب کرد. گفتم بهتون یه دفعه خواستیم ما هم یه کمی شاعرانه بگیم، گفتیم که بله آری به اتفاق میتوان جهان گرفت. این آقای یزدان خدا بندلو که ازش بیخبرم، اگه کسی میشناستش باهاش تماس داره بگه آقا خبر زنده بودنت رو به تلویزیون مردم و سربی بگو، که بعضی هم احوالش میپرسن. این آقای یزدان خدا بندلو گفت که سربی منم قبلا همین حرفا رو میزدم، ولی به این نتیجه رسیدم که آقا جهان پیشکشمون، شما خونتو بگیر، کوچه‌تو بگیر، خیابونتو بگیر، شهر و استانتو بگیر، کشورتو بگیر، اونای دیگه هم اگه همین کاری کنن آری به اتفاق جهان. یه تابلوی رو یه چند نفر فرستادن که از نمیدونم این آقای اکمال تبریز کی بوده، بهرام خان، ستار خان و اینها، گفته که من دوست دارم 72 ملت بیان زیر این پرچم.
آقا خب ببخشید شما هم بلند پروازی، حالا بالای اسب هم بودی، گندگوزی، همین کارا رو کردی که همین یک کشورم از کفت رفت. کشور خودتو بگی. یا وصیت نامه کوروش رو برید نگاه کنید، میگه فرزندانم امروز که من میخوابم، نمیدونم من اینقدر کشور رو آوردم فلان، اینقدرم پول گذاشتم تو بانک، توی بانک نمیدونم دوچه وله و سوئیس و دوچه وله نه دوچه بانک. اصلا آدم تعجب میکنه که کدوم پدر سوخته مادر قهبه‌ای میاد اینقدر دروغ بنویسه از یه قول مرده‌ای که بعد گفتم که جسد من رو هم زیر خاک بگذارید که از خاک که آمدم. آقا شما که میگید جسدش باز گذاشتن تو پاسارگاد، بعدم میگید قبرستون، بعد که قبرستون زرتشتی ها قبرستون ندارن باید ببرن بذارن، یعنی دروغ پس از دروغ، دروغ پس از دروغ. همین الان یکی به نام آقای نمیدونم کی نوشته رفتیم پهلو خمینی، به خمینی گفتم آقا نکشید این چیزا رو، بعد میر سلیم یه چیزی اینجوری بتونم پیداش کنم، بعد خمینی گفت که نه این به ما انگلستان دستور داده، خود انگلستان هم گفته خلخالی. بعد این جاکش تو وزارت ارشاد کار میکرده، حالا احتمال زیاد این از قولش دروغ دارن مینویسن، ولی خب ببینید این دروغا میکنتتون چوپان دروغگو. شما ببینید تلویزیون ایرانی چند بار گفتن ما بسته شدیم دیگه داریم میریم فلان، نشدن چوپان دروغگو. هر طرف تام مثل ابی چند بار تا حالا گفته کنسرت خداحافظی، کنسرت نمیدونم فلان، آمریکایی هم این کارو میکنن، سلین دیان تا حالا 10 بار گفته دیگه این خداحافظی داره میمیره. من نمیدونم چه مرضی سلین دیان گرفته، لاغر مردنی، اونم هی کنسرت میذاره دوباره، برای که دیگه اینا معتاد شدن به بین مردم بودن، معتاد شدن به پول در آوردن. بگذاریم، آقای مسعود کردار راجع به شبخیز و برنامه‌هاش رو همین مهمونیایی که میذارن میگه این فلان فلان شده، هر از چند مدتی یه نفر پیدا میکنه که اون عاشق اینه که خودنمایی کنه به ایرانیا. تو این شاهین میگه آقا ایرانیا تنها کسانی هستن که وقتی پول دارن شروع میکنن به شو آف نمایش دادن، ولی همه جای دو چون این بیل گیتو ببینید کجا اومده بنویسه من پولدارترینم، من نمیدونم روش پولدار شدن یادتون بدم. همین جف بزوی دیوانه رو نگاه کنید مال آمازون، برید اولین فیلمش رو ببینید، یه در شکسته گذاشت، دو تا بشکه گذاشت زیرش، این شد میزش. یا این ایلان ماسک رو نگاه کنید، ایلان ماسک از سال آینده میخواد تو مغزتون میکروفون بذاره. البته بعضی ها میگن میخواد میکروفون بذاره، بعضی ها میگن نه، برای که یک امراضی رو شفا بده یه دستگاهی میذارن که این ضبط میکنه، بعد حتی میتونن بهش دستور بدن. شما میدونید الان خیلی از اینایی که فلج هستن به قدرت هم اینایی که طرف میگه سرنج نمیدونم ویروس زدن بهمون، چی بدن، چی بگید اون دونه برنج نمیدونم یه چیز دیگه کامپیوتر گذاشتن تو فلان، همینا بابا اینجوری شده که منو تو امروز بتونیم 80 90 100 سال عمر کنیم. ضمناً آقای باب دول شوهر الیزابت دول در سن 98 سالگی فوت شد و من اون روز خندم گرفت، به همسرم هم گفتم جالبه، من هر کی باهاش عکس دارم داره میمیره و یه آلبوم مردگان درست کنم. خب درود آقای موثقی عزیز، فیسبوک روی تلفنم هست و مردم تیوی را از گوگل گرفتم و روی صفحه بزرگ است، هر دو خوبه. بازم یه تبلیغ دیگه دوستان، مردم تیوی.com روی فیسبوکتون بزنید، حالا شما یا گوگلید یا سفاری هستید یا کروم هستید، هرچی روی اینترنت تلفنتون وقتی زدید مردم تیوی.com، بعد یه جایش یه علامتی میزنه مینسه مور بیشتر، اون وقت بگید من اینو میخوام رو صفحه داشته باشم، مثل یک اپ میاد اونجا. اینایی که میرن احمق میشن $200 $300 به این اون میدن، ما نه پولشو داشتیم نه آگاهیشو داشتیم، درست نکرد. بعد گفتم خب این که همون کار انجام میده، الان نمیتونم چون تلفنم اونجاست بهتون نشون بده. مثل سوربی، الفابت is a sound and we have developed for speaking. For example, KH for Khomeini. English and French speaker never made a sign for it. Therefore, they use KH, right or wrong, I do not have an opinion about beginner, an opinion. An opinion, ببین خوندنش هم مشکل میشه، دلیلی که شما میگی an apple بگو apple،
ببین چجوری مشکلش میشه. اینایی که حروف صدادار هست به جای ای باید ان استفاده کنه. خب فکر کنم اپینیون هم جزء اون است. It is what it is. خب میدونم it is what it is، ولی میتونیم راجع بهش بگیم که و این KH و اینا. خب مثلا اسپانیش ها V میگن B، یا خود ما ایرانی ها V و W رو دیدید توی آلمان BMW میگیم، درسته؟ این V و F که اونجا W و V هست، ما ایرانی ها یا حداقل من درست نمیتونم بگم، و خیلی جاها وقتی میگیم طرف باید حدس بزنه که ما این وقتی گفتیم منظورمون V بوده یا W بوده. اینا هست، ولی احتمالا آدم میتونه کلمات دیگر جایگزین کنه یا میتونه رو تلفظش کار کنه. یه راه خوب براتون بگم که رو تلفظتون کار کنید. وقتی تنها دارید مسافرت میرید، مسافرت های طولانی، با این کامپیوتر ماشین شروع کنید بازی کردن. حالا خب خانمه دیگه، خیلی بازی نکنید، خطرناک میشه. میزنید میگه که چه کامندی، چه دستوری، چه امری دارید. شما بگو مثلا نویگیشن، یا بگو ادرس سرچ. ادرس، من یه ماشین دارم مال 2008، اگه به این بگم آدرس نمیفهمه، باید بگم آدرس. اگه بگم ویرجینیا نمیفهمه، باید بگم ویرجینیا. میدونید من یاد گرفتم مثل اون صحبت کنم. خیلی از این ماشینا به شما میگه شما صدا تو، حرف زدن تو به ما بگو تا ما بفهمیم که تو لهجت اینجوریه، تو ایرانی هستی، به این میگی، اون به اون میگی، به استیودنت میگی استیودنت، به ایستگاه استیشن میگی استیشن، که خود بچه های خودمونم اولین کسایی هستن که مسخره‌مون میکنن، اون میفهمه. ولی بازی که هست اینه، شما داری میری، اون آدرسی که داری میری بهش بگو برات پیدا کنه. آقا من به این طرف میگم میشیگان، میگه ویسکانسین، میگم آخه پدر سوخته. حالا درسته من و تو تنها هستیم تو این ماشین تا میخوای با ما شوخی کنی، ولی میشیگان کجا، ویسکانسین کجا؟ اگه مثلا من میگفتم میشیگان، تو میگفتی مریلند، میگفتم خب. ولی اون با بگذاریم، این بازی خوبیه، همینجوری تمرین کنید، هم انگلیسیتون بهتر میشه، هم حوصلتون سر نمیره، خوابتون نمیبره و الی آخر. خب اینم از این. اون فیلم هم نگاه کنید. و ایشون میگه روی فیسبوک تلفنم هست باز. آها مردم تیوی. آخه ببینید، یکی وبسایت مردم تیویه که نشون دادم، یکی فیسبوک مردم تیویه. و ماها که دیگه درگیری این کارا شدیم یادمون میره که سایت و وبسایت و فیسبوک و پروفایل و پیج و اینا، و خدا واقعا اثرشون نگذره. اگه خدایی هست، یکی مثلا به این زاکرفرد، چی اسمش، مارک سوکرفرد، چی نمیدونم، بگه آخه تو که دیگه اینستاگرام خریدی، خب اونو ببند، همه فیسبوک دوتاش باشه. ولی این واز میذاره، میگه یه کسایی ممکنه از اسم فیسبوک خوششون نیاد، از اسم متا خوششون نیاد، همینجوری گیر داده باشن به اینستاگرام. و دیدیم دیگه ما در طی روز و شب و اینها هی میبینیم اون طرف زنگ میزنه، آقا برات فرستادم روی واتساپ، برات فرستادم روی اینستاگرام. یکی نیست بگه آقا شما از چه برنامه بیشتر استفاده میکنین که من روی اون برای شما بفرستم. من فیسبوک و ایمیل بیشترین استفاده رو دارم و سریعترین دسترسی. من سعی میکنم اون واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و 100 تا پروگرام دیگه هست حداقل که من و شما خبر نداریم، اونا رو کمتر استفاده کنم یا استفاده نکنم، مگر اینکه مجبور بشم. یه فایلی بزرگ هست و اینها، اون وقت چیز میکنیم. خب توهین پرستو صالحی، یادتونه وقتی که آقای کردار اگه لطف کنید یه پیغام بذارید، هفته دیگه اتفاقا نزدیک، بیشتر نزدیک کریسمس میشیم و نزدیک سال نو میشیم و اینا، اونو میذاریم، یه چند تا عکس مال این مهمونی های شبخیز و اینا رو هم میذاریم که این هنوز فکر میکنه که اومده توی برنامه فرخزاد بخونه، هنوز فکر میکنه خانمش 18 سالشه، و هنوزم اون مهمونای که میان فکر میکنن دخترای 20 ساله 30 ساله هستن که دیسکو میرفتن و خیلی زشته. و بهتون بگم خانمای ایرانی دوستان، از یه طرف خوش لباس ترین، شیک پوش ترین، زیباترین زنها هستن، از یک طرف بدترین، اینقدر بد لباس میشن که مثل زنای تن فروشن.
تو مهمونی هایی که شما میری، از حتی مهمونی های خانوادگی نگاه کنی، آقا طرف رفته نمیدونم دامن دخترشو پوشیده، بعدم هی خودش اینجوری میکنه، هی میکشه پایین. خانم تو اینو پوشیدی که دیگران نگاه کنن، اگر نپوشیدی که نگاه کنن پس چرا اینو پوشیدی؟ اگه نمیخوای نگاه کنن یه چیز دیگه بپوش، راحت باشی، شلوار بپوش تو مهمونی که لنگت نره هوا، اینجوری فلانی بیساری نبینی. خلاص روزگار زشتی شده. ما مگه بگیم که اینجوری می‌نویسیم؟ خب این دنیا جهنمه، پس باید دنیای دیگه بهشت باشه. نه، اتفاقا گفت بدترین توهینی، بدترین جنایتی که در حق بشر انسان انجام دادن همین بود که بهش گفتن اینجا خوب نیست، یه دنیای دیگه هست. حالا یکی گفت دلار راست شد تو بفرستمت اون دنیا، یکی گفت به من پول بده تا سند اون دنیا رو بدم، هر کسی به یک نوعی از شما استفاده کرد. ولی اونی خوبه که بیاد به شما بگه آقای زمانی ها همینه که هست، ازش حد اکثر استفاده رو کن، امروز رو بهشت کن، این فضا، این محیط، این خیابون رو بهشت کن، اونجوری که دوست داری زندگی کن، فردا هیچ خبری نیست. اینم پیشنهاد و نصیحت من به شما. حالا فردا نریم اونجا ببینیم آقا بهشتی هست جهنمی هست، حالا مثلا همین بهشته، خب من شما این آبو تو این میخوریم یا میریزیم تو لیوان میخوریم یا شرابو میریزیم تو این، این چیه؟ میگم دارم شیر و شراب و عسل توی جوب آب داره میره، چه معجونی اون بشه؟ معجون تو ایران بعد از ما راه افتاد، ما تو شیراز همچین چیزی نداشتیم. معجون هر چی دم دستشونه میریزن توش، بعدم میگن آقا جای نهار کار میکنه. خب معلومه، اینم از این، اینم از این. مرسی دوستان که هستی. ما یکی هم باید بشه ادمین این برنامه ها، دیورینگ برنامه اون زحمت بکشه، حالا یا شاهین یا آقای اکبری، یک کسی که مورد اطمینان هست. میکروفون در مغز، تولد توسط ایلان ماسک. یه عکسی گذاشتم من اینجا، اسمشم گذاشتم دکمه، شما ببینم اگر بتونم براتون پیدا کنم. یه عکسی هم مال اون مرده که میرسلیم بود، چی بود میخواستم نشون بدم که نشد، حالا بذارم ببینم این دکمه پیدا میشه. خب میدونید که الان لباسای مردونه خیلی تنگ میپوشن، اصلا ببین نمیاد برم، منم اگه دکمم رو اینجوری ببندم میشم مثل این الاغ. نگاه کنید آقا، بیشتر برید جلو، بذارید من براتون بیشتر اینو بیارم جلو که دکمه رو ببینید که هر آن ممکنه بپره، یعنی چی بشه، ببخشید چی میگفتن، نگاه کنید دکمه رو ببینید دوستان، نگاه کنید. این قانونن دکمه باید اینجا باشه، این الان انقدر فشار اومده و دیدید لباسا هم وقتی میدوزن حقیقتا این نخا نرفته زیر و رو دوخته بشه، همینجوری مثل اینجوری سوراخ 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 زدن بهش، بعد سون و لد دیر و زود یه روزی میپره. خب این حتی اون عکاسی که اونجا بوده، حتی اون همراهایی که اونجا بودن تو این مراسم بودن، یکی باید بهش بگه آه پوفیوز این پیره، این دکمه رو باز کن. من یادمه یه سال کوچلوار نوعی که خریدم 3 دکمه داشت و وقتی پوشیدم تو یکی از مراسم 2 دکمه پایینشو بسته بودم. یکی از دوستان من اومد به من گفت که وقتی کت 3 دکمه داره، اگر اینقدر راحتی که میخوای بپوشی ولی دکمه‌شو ببندی، باید 2 دکمه بالاشو ببندی، دکمه پایینی باز باشه. و دیدم چقدر راحته، چقدر قشنگه و الی آخر. خود من چند وقت پیش دیدم که یکی از دوستانمون که تو کار نشریه و اینها هم هست، یک لباس پالتو یا یه چی خریده، مارکش اینجاش، براش نوشتم متاسفانه تو ایران این کار اشتباه رایج شده، غلط مصطلح شده. این دوستان وقتی مارکشو میزنن اینجا، برای اینه که شما تو فروشگاه این یقه رو هی نگیری نگاه کنی، همین مارک رو آوردن زدن اینجا که شما نگاه که میکنی ببینی مثلا این کتشلوار باسه، این آرمانی الاخر، وقتی خریدیش تا میای خونه باید اینو بکنی. البته ناگفته نماند، چیزایی رو که گذاشتن که شما بکنی، پدرسوخته همچین محکم بستن
که بعضی وقتا ممکنه صدمه بزنی اگه بکنیش، مجبوری کاتش کنی، حتی اونم اون چیزایی که قراره برات کار کنه، دکمه ای که قراره شکم گندمون رو بگیره، اینو همچی میذارن که در میره. و فکر کنید تو این عکسه اگه این دکمه در رفته بود به کجا و به کی اصابت میکرد. اینم از این ماجرا. دکمه رو اینجا نوشتم. ویدیوی بلند، بلند یعنی نابینا، کور. من یه ویدیویی که مطمئن نیستم این ویدیو ساختگی نباشه به شما نشون میدم، بعد شما نظرتون رو به من بگید، من نظر خودم رو هم در این باره میگم. همین ویدیو وقتی به اصطلاح نشون داده شد شما میگم که نظر من چی هست. نگاه کنید، این اینجا رو ببندیم فعلا. آها، چون من از یه ویدیوی دیگه ضبط کردم، حالا هی دارم اینجا میزنم رو اون ویدیوه، نگو دستگاه ما شروع کرده به نشون دادن. باید بزنم رو این، عجب روزگاری ها، و بزنم رو این، اینو بیارم اینجا. خب آخه اگر اونجوری ضبط نمی کردم نوشتش رو نمی دیدم. مشکل ما که یکی و دوتا و صد تا و هزار تا نیست که. اون داستانه بود که آقا چرا نمیریم جنگ، گفت آقا هزار یه دلیل داریم، گفت مثلا گفت فشنگ نداریم، گفت خب آقا همین یه دلیل بسه. حالا ما هم اینجوریه، ما هزار تا مشکل داریم. اولا این نگاه کنید، از یه بالایی از یه طبقه دوم این فیلم گرفته شده، حالا روی صورت این آقای نابینارم پوشوندن، که اینم یه کار دیگه ایه که الکی ایرانی ها یاد گرفتن. هی این کارو خال چه اشکالی داره؟ مثلا من فردا این آقا رو تو خیابون ببینم بهش گه هه 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 تو همون بودی که نتونستی از خیابون رد بشی. نمیدونم چرا روی ایشون رو پوشوندن، ولی فعلا شما دقت کنید به اتفاقی که اینجا میفته. ببینیم با هم. خب خدا پدر اون موتوری هم بیامرزه. این آقا هم رد شد، رفت جلو، ماشینشو پارک کرد، اومد این دست آقای نابینا رو گرفت برد. ولی من فکر میکنم این فیلم ساختگی باشه به این دلیل. خودتونو بذاری جای آقای نابینا، نابینایی که وایساده منتظر تاکسی، اگه عصاشو اینجوری میکنه با اون دستش دنبال چیزی نمیگرده که بزنه بهش، اون دستشو میاره بالا. حالا مگر این کلاس نابینایان یه چیز دیگه یاد اینا داده باشن، بگذاریم، اون موضوع نیست. موضوع این نوشته زیر این فیلمه، نوشته گزارش همراه صفحه. من نمیدونم یالا اسم یه جاییه چیه، یعنی چی این دوستان، این سه تا کلمه یعنی چی؟ گزارش همراه صفحه، این اسم یه جاییه. خب تو خیابون فاطمی این آقای روشندل تو سرما نزدیک به 10 دقیقه بود که ایستاده بود و ماشین براش پیدا نمیشد. کسی هم کمک نمیکرد. حالا تو پرانتز نوشته منم تنها تو شرکت بودم و کلید نداشتم که برم، تا اینکه یک آقا خودش با اینکه تاکسی نبود از ماشین شخصیش پیاده شد و ایشون رو سوار کرد. تو آمریکا وقتی یک کسی اینجوری حرف میزنه یا مینویسه بهش میگن بول شت. بول یعنی گاوای بزرگ، شت هم یعنی تپاله، یعنی آقا تپاله گو، این چیز تپاله گاو، این چیزی که میگی. مگر اینکه این آقا توی دفترش، توی شرکتش زندانیش کردن، از بیرونم قفل زدن که این نمیتونه بیاد بیرون. و الا اگه کلید نداری شما میای دم در یه سطل آشغال چیزی میذاری جلو در که بسته نشه، یا یک کاغذی رو اینجوری میکنی جلو در، اون قفله گیر میکنه به این کاغذ بسته نمیشه. ما ملت بی‌اسی هستیم. بی‌اس همین بولشت گو، تپاله گاو. تپاله گاو زیاد میگیم و میخوایم دیگرانم باور کنن، سوالم نکنن. ولی حتی اگه این فیلم بوده، خب این فیلم رو میشه آقا اگه یه نفر نابینا وایستاده با عصا، اون ماشین اولی
فوروی فلشرش رو روشن کنه، وایسه بگه کجا میخوای بری، براش ماشین بگیره، ناگفته نماند. خیلی از اینایی که نابینا هستن، معلول هستن، بهشون بر میخوره. شما اگه وایساده باشی پشت چراغ خطر، وقتی چراغ سبز میشه بگی کمکت کنم، بهش بر میخوره. ما موندیم چه کار کنیم، کمک کنیم یا کمک نکنیم. اینم ماجرای فیلم بلند. این میگه این کتی هم که شما نشون دادی مربوط بود به علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، و دامادش دامادش هم دزد لواسانات هست. آقای زمانی، یه فیلمی من تو فیسبوک دیدم، ای کاش ضبطش کرده بودم. یه آقایی میاد توی برنامه میگه که خیلی باباش پولدار بوده، نمیدونم چی کاره ایران بوده و اینها، و میگه من هیچ وقت خبر نداشتم. مثل آقای احمدعلی انصاری هستا، میگه آقا من اصلا خبر نداشتم از فقر مردم. خب تا اینجاش درست میگه. بعد اون آقایه میگه که من وقتی شدم مسئول این کار و فلان فقر و اینا رو دیدم، الان دارم احساس خطر میکنم. بعد نهیب میزنه به این مسئولین، دستندرکاران، از خامنه‌ای گرفته تا اون پایین. آقایون میان سراغتون ها مردم، میدونید که به 6 دلیل هم ثابت شده شباهت زیادی بین آقای خامنه‌ای و یاسر عرفات، نه اون مردی که دوز پدر سگ قذافیه. قذافی وقتی شد رئیس جمهور 1.5 میلیون جمعیت، اگه اشتباه نکنم 3 میلیون روزانه فروش نفت، یعنی هر یه نفری دو بشکه نفت بخوره و به خوابه بگرده. این مردی که همه پولاشو داد تروریست اینجا تروریست اونجا، با این و با اون و با اون در افتاد، تا آخرش ریگان اومد چیزای اسلحه شد گرفت ازشو. این چند سال پیش هم، 2 سال پیش بهار عربی که اومد، دیدین دیگه، از توی نمیدونم سوراخ بکشن بیرون و بزننش اینا. این آقای تو برنامه تلویزیون ایران به اینا هشدار میده که آقا این خونهایی که شما ساختید که از قصر شاه بهتر و فلان، خب مردم میان میگیرن آتیشتون میزنن. واقعا اینا باید احمق باشن که باز به این کار ادامه بدن. و توی اون برنامه میگه اینها از دوره احمدی نژاد شروع شد، دزدی علنی شد. و وقتی که دزدی علنی میشه، این شعر رو کی گفته چند سال پیش، چند هزار سال پیش؟ چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. کسی که دیگه میاد دزدی علنی رو عیان میکنه، ترس و واهمه ای نداره. اون بدبختی که شب تو تاریکی میاد، اگه گربه خونتون هم را بره، اون از دریچه میپره بیرون. ولی اونی که دزده مثل اینا میاد، اون یکی میگه جین من بهتره، این یکی میگه من برای که سوار نمیدونم دختر این کی شمخانی شدم میتونم ببرم، هم اونو میکنم هم اونو فلان میبرم. این دزدهایی هستن که با چراغ آمدن، گزیده تر برن کالا، مواظب باشین. خب شما دکتر رونقی میشناسید دوستان؟ من باید ویدیوهای ایشون رو پیدا کنم نگاه کنم، و یه دوستی به من پیشنهاد کرده که برنامه های ایشون رو به اصطلاح استفاده کن. خب خیلی از دوستان به من میگن آقا همین که شما اینجا یه چیزی یاد ما میدی، اونجا یه چیزی یاد ما میدی، ما واقعا هم تشکر میکنیم هم استفاده میکنیم. امروز من یه ویدیوی رو برای شاهین فرستادم، گفت آره آقا من میدونم این آقای بدبخت نمیدونم درست حرف میزنه، نه قیافه درستی داره. آخه این مرده که بابا موهاش هم شونه نمیکنه، حالا ما موهامون اینجوری سیخ شده انگار برق بهمون وصل کرده. این مال جنس موی سفیده. بیچاره گلپا فریاد میزد موی سفید رو توی آینه دیدم، آهی بلند از ته دل کشیدم. ما موقع گفتم خدای کی میشه ما اینجامون سفید بشه، خوش تیپ بشه. حالا خیلی خوش تیپ شدیم، انقدر خوش تیپ شدیم که نمیخوام خودمون رو ببینیم. خب این چیزایی که توی برنامه ها یاد میدم، من بارها گفتم دوستان، حساب صفحه عمومی و حساب پیام خصوصی رو از هم جدا کنید. مثلا آقای اکبری برای من یه چیزی میفرسه، آقا یادت پادگان شماره 4 سر پوزه سنگوری اینجور اینجور، این خصوصیه، هیچ اشکالی نداره تو اون پی ام یا پرایوت مسیج بفرسه. ولی یه آقای به نام حسین، حالا من پیداش میکنم اینجا، اجازه بدین بزنیم اینجا
حسین، حسین شفقی یا حسین، حالا الحمدلله پیدا نشد. بزنیم اینجا، شاید تو این یکی بزنیم. هرچی ما خودمونو چی میکنیم که آقا حتما توی برنامه امروز اونو بذار، باز میبینیم یکیش توی دسکتاپ در میره از دستمون، یکی این و یکی اون. نگاه کنید دوستان، گفتم شفقی مشفق، ببخشید، واکس شفق یادتونه؟ خود کلمه شفق یعنی چی؟ سیاه میشه شفق؟ نمیدونم، قاطی کردیم حسابی. نگاه کنید دوستان، تازه من یکی دیگه‌شم که این بالاست عکس نگرفتم، بعد چند تاشم آقای مشفق. ببین attachment unavailable، attachment unavailable، attachment unavailable، از حالا جولای، جولای، نوام، نوام، فلان. بعد این خیلی جالبه که همین یه آشغال رو دوباره Thursday، پنجشنبه برداشته فرستاده تاریخ و تمدن ایران، ایران زمین، هخامنشیان. من نمیدونم اینا یه مش آدم بدبخت و بیچاره و عقب افتاده‌ای که حالا یاد گرفتن از فیسبوک استفاده کنن. همشون شدن مزاحم دوستان. میخواستم این عکس بگیرم اینجوری بزرگش کنم، ولی اشتباهی یه چیز دیگر رو زدم، اب نداره، ببخشید. آره من میخواستم این یکی رو استفاده کنم بهتون نشون بدم، چون برای ایشون نوشتم آقا من اسنیپینگم ولمون نمیکنه. اوکی، کپچر، سلیکت ایریا. نگاه کنید این اسم این آقاز و این برنامه. آقا خب یعنی چی؟ شما اینو برای من میفرستی، من باید چی کار کنم؟ اونم تو پیام خصوصی. آقا بذار رو پست عمومیت، اگه کسی دوست شما باشه اونجا برو دوستانتو دعوت کن بیان ببیننش. دوستان ما ملت روانی بودیم، الان شدیم پریشان، میشیم روان پریش. اینم از این شفق، یعنی اول صبح وقتی خورشید داره در میاد. منم فکر کردم ولی چرا اون واکس رو گذاشته بودن واکس شفق؟ حالا که شما میگی درست، اتفاقا اگه عکس هنوز هست آقای زمانیان، اون واکس شفق اگه عکسش یادت باشه یه تپه‌ای بود، یه خورشید دورش، این خطا هم اینجوری که من از روی اون یاد گرفتم وقتی خورشید میکشم این خطا رو کوتاه بلند که بکش. حالا برام هنرمند کارش تابلو سازی اینا، ما داریم چی میگید، این خطا رو که بکشید مثل این میمونه که داره نور مشعشع، یعنی اشعه پخش میکنه. یه دوستی داریم فامیلش مشعشع، حسین مشعشع، ویدیوشو برید با من نگاه کنید، اونم یه کمی خوله. اصلا من دوستان به غیر از خول ندارم. برای شاهین نوشتم که امروز برنامه مجاهدین جدا شده رو دارم، بعد از اون برنامه سربی مشنگ با دوستان بیکار. قولتون میدم اگر یک کاری اینقدر واجب داشتید شما الان بیننده برنامه من نبودید، مخصوصا از زمانی که یوتیوب و فیسبوک و اینا میگه آقا حالا بعدن میبینم. همتون بیکارید، هیچ اشکالی نداره، خوبه که بیکار باشیم، ولی این که هی بگیم تصادفا داشتیم میرفتیم پامون خورد به در همسایه، در باز بود رفتیم تو خوردیم زمین، تلویزیون کانالش عوض شد دیدیم سوربی داره حرف میزنه، نکنید این کارو. چه تصادفی؟ تصادف تو خیابون اتفاق میفته، تصادف از بالای ساختمون پرت میشین پایین، تصادفی که نمیرین کانال تلویزیون نگاه کنید. خودتون ریموت دستتونه زدید کانال تلویزیون، خودتون ماوس دستتونه زدین کانال چیز. در صورت این هم از این، حالا مشفق و یکی دیگه چی بود، شفق و اینا رو اینجا یاد گرفتیم. دوستان سعی کنید از پیام های خصوصی فکر کنید زنگ زدید دارید باهاش صحبت میکنید. این آقای حسین مشفق مگر اینکه دیوانه باشه به من زنگ بزنه بگه آقای سوربی من یه پست گذاشتم از اشکانیان و نمیدونم گریانیان و درماندگان فلان روی چیز. خب پس نباید این کارو بکنی، ولی شما میتونی زنگ بزنی سوربی جان نمیدونم پدرم فوت شده به دوستانم بگو. این میشه پیام خصوصی. تازه همون هم دیگه خصوصی نیست، همون هم اگه یادتون باشه میگفتن دعوت عقد، ازدواج، شادی اینها،
به اصطلاح عمومیه، ولی دعوت به اصطلاح خصوصیه، ولی اینو عمومی میکنن، رو دیوار میزنن، در مسجد میزنن که هر کی خواست بیاد. اگه یکی دید و گفت بابا گورو پدرش مرد که مرد، انشتین هم مرد، حالا این چه پخی بوده، نیامد، شما نتونی بهش بگی سوربی من برات دعوتنامه فرستادم که بابا مرده چرا نیامدی؟ بابا مرد که مرد، به درک، من تو هم میمیری. خب بگذر، ببخشید دوستان. دوستان چند متر مکعب عشق رو اینجا نوشتم، یکی اگه بتونه لینک یوتیوبش رو بذاره اینجا روی فیسبوک. چی شد این؟ آه اینجا من بیارم چند متر مکعب عشق، داستان افغانی ها هست، چند متر مکعب عشق، اینه تصویرش. الانم میخواستم اینم به شما بگم، این هنرپیشه رو من خیلی دوست دارم، این جوونه بازیگر بسیار تواناییه، اگه اشتباه نکنم برادرش هم هنرپیشه است. اوکی، کامرای 3، اسمش رو نمیدونم. این خانمه افغانیه، بعدم بیچاره از تهران بلند شد رفت افغانستان، که الان افغانستان ریخته به هم. در صورت این فیلم چند متر مکعب عشق رو نگاه کنید، بعد به ما هم به اصطلاح نظرتون رو بگید. حالا اون کاری که من بهتون گفتم انجام میدم اینه دوستان، اگه میرید یه جایی فیلم نگاه میکنید دوستش دارید، بذارید من اینجا این بزرگترش کنم. چند تا چی امروز یاد گرفتیم؟ 2-3 تا. یکی این که توی پیام‌های خصوصی مزاحم دوستانمون نشیم، هر قدرم با ما خصوصی باشن. خب میگی سوربی به حضرت عباس، من قبلا روزای یک شنبه پهلو بچه‌هام بودم، فقط به خاطر این برنامه بلند میشم میام خونه. آقا شرمنده، این دخترش بهش گفته بود که یه نفر تو تلویزیون هست اونم مثل تو حرف میزنه، حالا من میخواستم اگه رفتم آلمان بپرسم ازش اونم مثل بابا بد حرف میزنه یا خوب حرف میزنه. سلام منو بهشون برسون. مرسی، مرسی که میای اینجا. و نگاه کنید دوستان، یه فیلمی رو که نگاه میکنید این زیرش من مثلا اینو باید لایک کنم. نگاه کنید این توضیح وظیفه و خدمت و اینها رو من بارها براتون گفتم. من اگه این فیلم رو نگاه کردم دوست داشتم، میشه گفت وظیفه من هست که اینجا یه اقلا یه لایکی بزنم. الان یه مدت دیگه دیسلایک رو نشون نمیدن، چون افراد مزاحم، افراد مریض با هم دیگه گنگپ میکردن، دست به یکی میکردن، یه ویدیویی رو خراب میکردن. بعد اونای دیگه که میمدن میدیدن مثلا این 292 تا، ببینید دوستان 31605 نفر این ویدیو رو تماشا کردن، ولی من 292 بودم که لایک زدم. آدمایی هستیم گفتم چی یادتون باشه، بولشت، یعنی مفتخور، بخور و برو. و از شما میخوام اگه این فیلم رو نگاه کردید دوست داشتید بزنید لایک، اگه دوست نداشتید بزنید دیسلایک. ولی میایم اینجا، یه جا نوشته شعر، شعر مثلا من میفرستم برای رو فیسبوکم برای فلان، ولی اون کاری که من با این دارم این سیوه، میگم سیوش کن برای من نگهش دار. میگه کجا؟ به بعضی هاش میتونید بگید واچ لیتر، بعدا نگاش کنم که دیگه نخوام دنبالش بگردم. به بعضی هاش میتونم بگم بذارش رو مردم تیوی report.com، به بعضی هاش میتونم بگم بذار رو MTV پلیلیست، نمیخواد، همین دوتا بسه. و فیلم بسیار خوبی بود به نظر من، ارزش دیدن داره. فرستادم لینکش رو، خیلی ممنون، متشکرم. اون لینک رو الان روی فیسبوک دوستان گذاشتن، میتونید ببینید. آقای شاهین خان، من از شما ممنونم. همین که من به دیگران میگم اگه یک کسی یک کاری میکنه باید ازش تشکر کنیم، منم وقتی به چیزی میگم شما لطف میکنید باید از شما تشکر کنم. اینه وظیفه، و الا وظیفه من این است که ایران رو نجات بدم. حالا هم که افغانستان اومده بهتر، چه وظیفه ای؟ آقا شاهی که این همه سال حقوق گرفت، این همه سال خوشیای دنیا رو کرد، وظیفه شناس نبود وظیفش انجام بده. من و شمایی که رفتیم سربازی مجانی بازم وظیفه داریم. خب اینه که نمیفهمیم خدمت چی چیه، وظیفه کدومه، همینجوری قاطی پاتی حرف میزنیم و امان از روزی که میخوایم ادای با سوادار در بیاریم دو تا کلمه استفاده کنیم، یه دفعه کوچ رو می‌نویسیم کوچ،
بعد ابسوربی میاد میخونه میگه یعنی چی؟ از روزی که به عنوان فعالیت کوچ مدنی استفاده کردم هر جا رفتم گفتن نه حالا وایسا نرو. فرستادم مرسی. فکر کنم حامد، نه این حامد بهداد نی، حامد بهداد میشناسم، این اون نیست، زیرش اسمش می نویسه، الان من میزنم بهت میگم اسمش کیه، یک لحظه عذر میخوام، اینجا می نویسه مور محافظ زیبای فیلمش فلان، خلاصه فیلم فیلم به کارگردانی جمشید محمودی در سال 1392، 7 سال موقع طالبان نبوده ساخته شده. این فیلم محصول شرکت ایران و ایران و در ژنر یعنی نو مایه عاشقانه و خانوادگی می باشد. در این فیلم ساعد سهیلی و اون خانم افغانی حسیبا ابراهیمی، نادر فلا، علیرضا، یه آقایی هم هست قیافه زشتی داره ولی خیلی هنرپیشه خوبیه، معمولا تو فیلم ها نقش کرمونیا بازی میکنه، تو این فیلم نقش پدر این دختره رو بازی میکنه، اینم هنرپیشه خیلی خوبیه. و نمیدونم چرا هر وقت اینو نشون میدن من یاد اون دینمکی میفتم. خلاصه به نظر من فیلم خوبیه و کارگردان جمشید، تهیه کننده نوید محمودی، فیلمبردار مرتضی غفوری. بعضی از فیلم‌های ایرانی دیدی میگه تهیه کننده سوربی، نمیدونم سناریو نویس سوربی، فیلمبردار سوربی، کارگردان سوربی، چیچی مالی سوربی. یعنی این فیلمه هیچ کس نیومده ارزشی براش قائل بشه که فلان بانک فلان استدیو بشه تهیه کننده. ما تا مدت پیش نمیدونستیم تهیه کننده یعنی چی. تهیه کننده دوستان یعنی آقای کلینت ایستوود، الان که پیر شده دیگه کسی فیلم براش نمیسازه، خودش پول داره میاد میشه تهیه کننده، خودش این فیلم رو از لحاظ مالی حمایت میکنه، پول برد میباره نبرد وقت این چون میشه تهیه کننده خودش میاد کارگردان انتخاب میکنه، خودش میاد هنرپیشه انتخاب میکنه و بیشتر فیلم ها شما میبینی باید یه ایزن بزنن همون اسم تکرار مکررات میشه. اینم از این ماجرا. ما رفتیم با آقای حسن فیروزی صحبت کردیم، رفتیم سراغ آقای کیومرث که ویالون میزنه، یادمون رفت. دیروز در صحبتی که با آقای حسن فیروزی داشتم و اگر ایشون سفری داشته باشه باز به واشنگتن، امیدوارم با هم برنامه هایی بذاریم، اگرم نه از طریق اسکایپ و اینا با هم برنامه بذاریم، چون آقای حسن فیروزی میگه من اهل نوشتن نیستم و راستم میگه، منم اهل نوشتن نیستم، من اهل حرف زدنم، حالا به همین دلیل نمیدونم دبیر شدم یا به این دلیل دبیری حرف میزنم نمیدونم. بمان آقای حسن فیروزی گفت این کرونا ما رو فلج و زمینگیر کرد. گفتم ولی یه حسنی هم داشت، به همه ما یاد داد که خیلی نه به این پولت بناز که به یه شبی بنده، نه به این جونت و عمرت بناز که به یه تبی بنده. از اون رئیس جمهور آمریکا که دیدی چه کثافت، ترامپ مریض شده بود به کسی نگفته بود، رفته بود تو مهمونی اونا رو هم مریض کرده بود، بعد بیمارستان که رفته بود وضعیت خیلی بد نشونش ندادن، ولی این آقای آل مارک میدو برای که تو کتابش بفروشه اینا رو نوشته، گند زده بود مردی که بمانه. آقای حسن فیروزی حرف خیلی قشنگی زد، گفت این کووید 19 یا کرونا یه چیزی هم به ما یاد داد، عدالت اجتماعی. یکم فکر کنید دوستان، الان کشورهای پولدار جهان مجبورن که به کشورهای فقیر این واکسن رو مجانن بزنن، چون اگه نزنن اونا کووید بگیرن، این همینجوری تو دنیا داره میچرخه. ای کاش روزی برسه که به خاطر گرسنگی و اینها هم این کشورهای پولدار مجبور بشن یه جوری عدالت اجتماعی رو رعایت کنن. خود من وقتی رفتم این میشیگان، اون طرف خب گفت نهار، گفتم نه من الان دیگه دیره میخوام برگردم فلان اینا، گفت خب بذار چی برات بگیرم ببرم. رستوران مکزیکی داشتن 300 نفر اونجا جا میگرفت و خیلی رستوران خوب اینا، گفتم خب پس چی؟ استیک فهیتا، فهیتا میدونید چیه که الان اون دوستمون مینا خانم میگه تو هنوز گوشتخاری؟ گفتم گفت خب نونش چه رقمی، نون معمولی سفید یا نون ذرت؟ گفتم نون اصلا نمیخورم، نگاهی من بکن، همون برنج و لوبیا و اینا که داره کافیه. بعد بهش گفتم لطفاً خیلی کما، یادتون تو ایران میگفتن نیم پرس، اگه چلو کباب دو تا کباب داشت نیم پرس که میگفتی یه کباب میدادن تا برنجم کمتر. خب ولی با همه اینا این زن و شوهر جوان
برای من یه بسته اینقدی آورد پر، اصلا من نتونستم بخورم. منی که اینقدر گوشت و وجتبل و بین، یعنی لوبیا و برنج اینا رو دوست دارم، برنج اینا یه چی بهش میزنن، زعفرون نیست ولی یه رنگ زردی داره و خوشمزه است دیگه. خلاصه نتونستم بخورم. بعد وقتی که رفتم 3-4 ساعت رانندگی کردم، وایسادم یه جای یه کافی بگیرم، چون این چیزا سنگین وقتی میخوری خوابت هم میگیره، اونجا ریختمش تو سطل آشغال. همون موقع فکر کردم که اگه این خوراکایی که تو آمریکا میریزن بیرون تو مهمونی ها این ور اون ور میدادن به این گرسنه های دنیا چی میشد. البته دوستان این یه مسئله جدیه، اینا واقعا کنترل جمعیت رو از طریق همین که گرسنه ها بمیرن از گرسنگی یه جورایی کنترل کردن. اگه برگردید فکر کنم یا 50 سال یا 100 سال پیش جمعیت جهان 2 میلیارد بوده، الان شده 8 میلیارد. و اینا میگن اگه همین جوری بره بالا اینجا حریف نمیشیم، با وجودی که الان شما میدونید توی مثلا یه هکتار به جای انقدر ذرت 10 برابر تولید میکنن. مرغ بیچاره رو هی شب و روز میکنن به جای یه بار تخم بذاره، اونم کل آواز آواز قدقد و خروس براش از اون بگه و فلان اینا، 3-4 بار تخم میذاره. با همه این کارهایی که انسان انجام داده از لحاظ گرسنگی هنوز نتونسته این موزل و مشکل رو حل کنه. امیدوارم که بتونیم با آقای حسن فیروزی باشیم تا بیشتر در رابطه با عدالت اجتماعی صحبت کنیم. صفحه شخصی و عمومی رو دوستان رعایت کنید، مخصوصا آقای حسین مشفق. و اما دکمرم نشون دادم اینجا نوشتم، هنوز اون عکس شاه و شاهنامه رو باید پیدا کنم، ایمیل آقای ایران بومی رو نشون بدم، چون آقای ایران بومی یه برنامه داره 20 من اون پوسترشون رو روی چیز گذاشتم، روی فیسبوک گذاشتم، اگه دوستانی هم که این ور اون ور دنیا هستن این کار رو انجام بدن من ازشون ممنون میشم و تشکر میکنم. روز 20 دسامبر اگه اشتباه نکنم ایشون یه برنامه و سمیناری داره و ایشون معمولا راجع به سیاست و این چیزا صحبت نمیکنه، بیشتر فعالیت های اجتماعی انسانی حقوق بشری داره و کارهای مهمی هم تا حالا هم خودش هم جانان دخترش انجام دادن. وبینار حقوق بشر و حقوق مهاجران ایرانی سالمند دکتر ایران بومی، پیشرفت علم، بهبود شاخصهای بهداشتی و افزایش امید به زندگی موجب تغییرات جمعیتی در جهان و افزایش جمعیت سالمندان شده است. لذا توجه به مشکلات سالمندان مهاجر و تدوین سیاست‌های مناسب برای آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. تبعیض علیه افراد سالمند مهاجر هنوز به اندازه کافی مورد پژوهش و بررسی قرار نگرفته است. متاسفانه مشکلات ناشی از کهولت سن در غربت اغلب مورد توجه سیاستمداران و قانونگذاران قرار نمی‌گیرد. تبعیض بر اساس سالمندی با معضلاتی نظیر نگرش منفی به سالمندان، عدم اداره خدمات و مراقبت‌های ضروری، فقر، عدم حمایت عاطفی، عدم آموزش افراد سالمند در استفاده از تکنولوژی روز و انزوای ناشی از آن همراه است و این مشکلات برای سالمندان مهاجر چندین برابر است، زیرا علاوه بر آنها باید با تفاوت‌های فرهنگی، چالش‌های ناشی از عدم آشنایی کافی به زبان کشور میزبان و قوانین ضد انسانی جوامع مدرن بجنگد. هدف از این سمینار افزایش آگاهی در خصوص چالش‌ها و مشکلات مرتبط با سالمندی در مهاجرت و ارائه پیشنهاد به منظور برخورد با این مشکلات است. دکتر ایران بومی وکیل دادگستری و مدافع حقوق شهروندی، شماره تلفنشون هست، وبسایتشون هم هست، اینجا هم روی وبسایتشون کلیک کنید شما رو میبره به iranbomi.com که یک کمی باید صبر کنیم چون از طریق فیسبوک که میری ببینید فیسبوک میاد آدرس ایشون رو هم عوض میکنه، مینویسه iranbomi.com بعدش کلی اون پشتش به اصطلاح چی میذاره. فیسبوک واقعا یه چیزی شده که
کنترلش حتی دولت رو هم به وحشت انداخته که قابل کنترل نیست. یادتونه تو ایران میگفتن وکیل پای یک؟ ما اینجا نمیبینیم همچین چیزی باشه. این هم ایمیل آقای ایران بومی که لطف کرد و گذاشت و من روی فیسبوک هم گذاشتم. حالا اگه بتونیم تا قبل از 20 هم شاید 19 هم با هم صحبتی داشته باشیم. برنامهشون 20 بود دیگه نه؟ و اما خب یکی عکس برف رو نوشتم نشونتون بدم. چقدر من چی هستا اینجا نوشتم بابا خیلی مرتب و ردیف هستم ماشالله. چش نخوری ایشالله. این ویدیوی بلایند رو پاک کنم و گفتم چی؟ عکس شاهین 2000 هم دربارش توضیح دادم. اینجا فقط شاه و شاهنامه رو من بیارم. شاه خب اینجا نیست احتمالا تو اونه. حالا دیگه مشکلمون شده دوتا چون یا رو فیسبوک یا رو اونجاست. دوتاشو باید بگردم. شاه شاهنامه بزنیم ببینیم. بله من نمیدونم صحت و سقم این نوشته رو نمیتونم تکذیب کنم، نمیتونم تایید کنم. به همین خاطر همون جوری که به شاهین عزیز میگم نظر خودت رو بگو، من هم اینجا نظر خودم رو میگم که اولا نمیتونم بفهمم که این درسته. تحقیق باید بکنم اندازه کافی نکردم. به همین خاطر اون کسی که اینو گذاشته اسمش اسقر اسقری و اینم احتمالا مال فیسبوکی که به این صورت هست. البته فیسبوک، توییتر، لینکدین همشون اینجور میشه. میگه حکومت پهلوی ها حتی به شاهنامه فردوسی که یادگار دیدید، میگن خامنه ای وقتی اومده دنیا گفته یا علی مدد فلان. دوستان گوش کنید، این آخوندا فرزندان خلف حکومت پهلوی هستن، یعنی دنباله همون قاجار و پهلوی حالا شده این آخوندی. هر مزخرفی که اونا میگفتن ما نمیدونم برگزیده خدا هستیم، ماموریتی برای وطنم. کی به تو اولاغ ماموریت داده؟ خدا بهت ماموریت داده. همین آقای خامنه‌ای تا حالا چند بار تو صحبتاش گفته که نمیدونم ماها به اصطلاح یه جورایی برگزیده هستیم و انتخاب شدیم و اینها. البته حالا تا دیر نشده یه فکری بکنن که برگزیده نشن. این از این. و من اینجوری براتون پیدا نکن کنم که بزرگتر یا بهتر ببینید. آره، حکومت پهلوی ها حتی به شاهنامه فردوسی که یادگار احیای زبان فارسی هم رحم نکردند. در حال حاضر فقط یک مثال برای نمونه ارائه می‌گردند. در زمان محمد رضا شاه تبهکاری ضد شاهنامه وسعت بیشتری نسبت به زمان رضا شاه گرفت. چندین مؤسسه مجهز درباری دولتی پرهزینه با خیلی از خودفروختگان اندیشمند مأمور شدند اینکه این تبهکاری را به طور سیستماتیک اعمال کنند. صدها جلد کتاب و رساله و مقاله و انواع نوشته ها به قصد تحریف شاهنامه چاپ و منتشر شد و همه وسایل تبلیغاتی و آموزشی از کتاب درسی گرفته تا رادیو تلویزیون و روزنامه های مزدور در خدمت این تبهکاری درآمد. تنها یک مؤسسه دولتی به نام انجمن آثار ملی بیش از 100 جلد کتاب چاپ کرد که به طور عمده آثاری است مبتذل و در جهت تحریف شاهنامه. در یکی از انتشارات همین انجمن تحت عنوان یادنامه فردوسی با کاغذ اعلی و چاپ زرین از جمله این اشعار آمده است. بذارید من حالا این اشعار رو براتون بزرگتر کنم که شما ببینید، بعد با آقای اسقر اسقری تماس بگیرید، بگید که سند این کجاست، از کجا اومده، صفحه چند کدوم کتاب. میگه چو کودک لب از شیر مادر بشست، محمد رضا شاه گوید نخست. اگر همدم شه بود فرهی، فرح زاید از فر شاهنشاهی. شاهنشاه بانوی فرخ نژاد که شاهنشاه بانوی فرخ نژاد که شاهنشاهش تاج بر سر نهاد. به سر تا سر گیتی از غرب و شرق درخشید فرخ به کردار برق. یادنامه فردوسی انتشار انجمن آثار ملی تهران 1349. واقعا از این وقیح‌تر سراغ دارید؟ بله، از این وقیح‌تر. همین که حالا این اقلن میگه بچه
شیر خورد و دهنش پاک کرد از شیر مادر. بعدن این حرف و مزخرفات و درباره شاک و اون که میگه خامنه ای خودش که اومد بیرون گفت یا علی مدد، کی به کیه اینجا، کی اینجا. خب اینم من پاک کنم، چند متر مکعب عشق چوب دوبار گفتم، حتما نگاه کنید شاهین 2000. و اما طلاق بهاره رهنما، واقعا اگه همچین اتفاقی افتاده باشه من به شوهر این خانم تبریک میگم که خودش رو زودتر از دست این افریته نجات داد. واقعا طلاق گرفته، چون از اون برم میگنیم شهاب حسینیه یا حسین شهاب حسینی، میگن دعواش با زن قبلیش و فلان و اینها، خلاصه یه مش آشغال. و جالب اینه که اینا خودشون رو هنرمند میدونن، جالبتر اینه که اینا خودشون طلبکار مردم میدونن. یه اسم اینجا نوشتم به نام برف، بذارید من اینم به شما نشون بدم اینم برف چی بوده. نوشتم برف، یه توضیحات بیشتری باید بنویسم. این خلاصه نوشتم، هی به مردم هم میگم شما هم اگه میخواین برنامه بود. آها ویدیویی بود بهتون نشون دادم، شخص نابینا در خیابون عصاش با دست چپ گرفته با دست راست دنبال تاکسی میگرده. خب این عصایی که جلوتر میزنی به تاکسی، اقلا اگر با این دست عصا گرفتی با این دست دست بلند کن که من نابینا هستم مردم وایسن، یا تاکسی که میخوام بگیریم تو ایران چیکار میکنی؟ اینجا اولی که اومدی اینجوری یکی دست میگرد بیرون، حالا که دیگه اوبر و فلان اینا بمانه. ولی نگاه کنید دوستان، اولا یه عکسایی هست، مثلا یکی از این عکسا مال 6 سال قبله، مثلا مال فلان کشور، اون یکی دیگه استفاده میکنه بماند. اونا این ضایعات، واقعا ضایعات سوشال میدیا. ولی اینو شما نگاه کنید، اینو نگاه کنید شما، نظر شما راجع به این عکس چیه؟ اون وهله اولی که این عکس رو میبینید شما چه احساسی دارید؟ واقعا فکر کنید. من امروز چیزی نمیگم، یه شنبه هفته آینده درباره این عکس و یه عکس دیگه هم هست، اگه بتونم اونم پیدا کنم. یک لحظه اجازه بدیم. این هفت و این عکس، این عکس رو میتونم کمی درست‌تر بهتونشون بدم. کامرای 3. خب اون کودک توی برف، این خانم مسنی و جوانیش من نمیتونم درست تشخیص بدم، توی بارون. این عکس به نظر میاد عکس جدیده، چون از این صندوق خیریه ها و اون کنای مال آشغال و رنگ تاکسی ها و اینها، حالا حتی از رو اون تابلو فیلم قولتون میدم آقا اکبری پیدا میکنه بعد بهت میگه این چه سالی بوده و اینا. ولی از این کاشیکاری پیاده رو، از این آجرکاری یا هرچی خط عابر پیاده و اینا نشون میده یه جای درست حسابی هم هست. همین سبزی های باغچه‌شو نگاه کنید. شما نظرتون راجع به این عکس، خب من اینجا برف رو خط بزنم، شاه و شاهنامه رو خط بزنم، تمام لیستمون داره میره. خب اینجا من می‌نویسم عکس پسرک و برف، خانم باران و فیلم چند متر مکعب عشق. اگه دوست داشتید فیلم مسافرم نگاه کنید. مسافر باید دو سه تا باشه، یکیش هم فکر کنم پرویز صیاد ساخت و راجب بعد از انقلاب و مرز و اینا بود، و ما منظورمون اون یکیه که فکر کنم خسرو شکیب زاده بازی کرد. دوستان عزیز، از اینکه همگام و همراه ما بودید. سعید کی، یک بدبخت در ایران و یک بی پدر مادر عکاس. باز مجاهدین و شاه اللهی دقیقاً کاراکتر یک ملت عقب افتاده، درست نمیشه. حالا به من حمله کن دلت خنک بشه. احتضار را میشود جور مختلف غلط نوشت. نوید محمدزاده بود. نه اون نوید محمدزاده نیست، نوید محمدزاده برای تبلیغ و اینا هم است که. خب ولی این آقا نوید محمدزاده نیست. گفتم کی؟ ساعد چیز هنبشه، خیلی توانایی با وجود که جوونه. و
نوید محمدزاده هم کرده هم هنبشه خوبیه. من آقای سعید کی، آه این سعید کاووسی فکر کنم از بس این ورور کردنش بیرون حالا ایسی گاشته سعید کی، یه وقت مثل شهرام نشی شهرام که میدونی ما هم بدبخت میمد اینجا تو این منطقه و گاهی وقتی میدیدمش اینا. و میگه یک بدبخت در ایران، این راجع به عکس داره میگه، و یک بی پدر مادر عکاس. اتفاقا راجع به این عکاس خیلی ها میگن آقا شما به جای این که حالا وایسی از عکس بگیری میخواستی کمکش کنی، که خیلی ها میگه خب من وایسادم عکس گرفتم کمکش هم کردم براش تاکسی هم گرفتم چیزهاش هم ازش خریدم، اونا رو دیگه ما نمیتونیم چیز کنیم. ولی ایشون نظرشو گفت. دوستان شما هم نظرتون رو بگید و ممنون و متشکرم از اینکه با ما بودید در این برنامه. بیشتر ازتون تشکر میکنم اگر حمایت کنید. برای حمایت کردن بهترین چیزی که از ما هم هزینه نمیگیره یه پروگرامیه به نام زل، بعضی ها میگن زله چون واقعا هم مثل زله مینویستدش، ZELLE. بذارید صرفش اصلا بهتون نشون بدم. این نمیدونم چه برنامه‌ایه که اولا تونسته خیلی از بانک‌ها رو بگیره، این سرویس رو به بانک‌ها هم بده. بعد حسن دیگه‌اش اینه که از من و شما پول نمیگیره، یعنی من برای شما پول بفرستم شما بهتر برای من پول بفرستی، ازتون هزینه نمیگیره. شما اگه 100 دلار بفرستی این برای من مینویسه که فلانی 100 دلار فرستاد میاد. حسن دیگه‌ای که داره اینه که هم با تلفن طرف، نه آدرس میخواد نه حساب بانکی میخواد. شما الان با ایمیل من امتحان کن تا هفته آینده نفری 10 دلار بفرستید usa.sorbi@gmail.com. با تلفنم میشه، نمیدونم با تلفن بیزینس هم میشه یا نه، ولی شما با همین ایمیل امتحان کنید. نمیدونم شما وقتی میخوای پول بفرستی یا پول دریافت کنی، در اصل اسم این برنامه این هست، زل اینجا بهش میگن، ولی شما میتونی اگه آلمان هستی یا کشورهایی هستی که هر چی میگن میخونن هر چی تلفظ میکنن مینویسن، میتونی بگی زله، انقدر پول بفرستید که بگید دیگه از دست این سرمی من زله شدم و برم. یه تبریک خاصی دارم برای اونایی که در آلمان زندگی میکنن. این خانم مرکل، هنوز دو روز نرفته اسمش یادمون رفت، انگلا مرکل اومد قدرت رو داد به اون یکی، درست برعکس ترامپ احمق شالاتان که هنوز افتخارش اینه که میگی من که هنوز نرفتم بگم این رئیس جمهوره. آخه احمق، who give a damn که تو بگی یا نگی. بهشم گفت اگر کمکی خواستی من کمکت میکنم. تعریف مرکل همین بس که توی این اوضاع اقتصادی بد هم اقتصاد اروپا رو نجات داد، هم اقتصاد آلمان رو نجات داد، هم مشکل و معضل مهاجران افغانی پناهجویان رو، نه فقط افغانی ببخشید سوری و اینا هم قبلش بودن حالا افغانی شده، همه اینا رو این زن یک تنه، البته یکی از افتخاراش اینه که کمک میگیره از اونایی که واردن، مثل شاه و شیخ نیست بگی من ولی فقیهم، من شاه شاهان هستم، من همه چی رو میدونم، وقتی که پخم نمیدونم. روز روزگار بر شما خوش. برنامه امروز کانون آوا هم در خوزستان بودیم، در خرمشهر و اهواز و آبادان، با دو تا خانواده‌ای که عزیزانشون هنوز در آلبانی اسیر سازمان مجاهدین هستن. آقای فیلابی شما میگی نگیم اسیر، بیا من و شما بریم آلبانی، بریم با این آقای هادی صحبت کنیم، بریم با اون آقای بیژن صحبت کنیم، بیژن دهدشت نیا و هادی علویان، اینا با برادراش صحبت کردیم. گاه ما خونه ای هم که پدرمون گذاشت، ما چون اونی که نیست براش بیشتر حق قائلیم، گذاشتیم برای اون. شما اینو برو برنامه رو گوش کن، اون وقت اونایی که زنگ میزنه به من طرف میگه آی سوربی پدر و مادرمون احتیاج به کمک داشتن، برادرمون خواهرمون اینجا از ما
پاور آف اترنی، وکالت گرفته رفته اونجا، به جایی که از اونا مواظبت کنه اولین کاری که گرفته خونه و زندگی رو از کفشون در آورده، دیگه هم با ما حرف نمیزنه. عجب روزگاری. کجا میخوان ببرن اینا رو نمیدونم. دوستان مرسی، متشکرم. خدا یک مرکل به ایران عطا کنه. خیلی ممنون. اگر به دعا کار برمی آید من هم دعا میکنم. امیدوار هستم، میتونم امیدوار باشیم، ولی به دعا هیچ کاری بر نمیاد. اگر به دعا کار برمی آید، این الان برید تو آمریکا بیش از 100 نفر تا امروز صبح اعلام میکرد خیلی ها گم شدن، زیر آوار موندن و اینها، و حالا قولت میدم پس فردا یه شیشه مال کلیسا که نشکسته اینو میارن تو برنامه برای این پول جمع میکنن که این معجزه بود. و یکی نیست که بگه احمق پوفیوز، اگه معجزه بود خدا چرا این همه آدمو کشت؟ و فقط این شیشه رو نگه داشت یا این صلیب رو نگه داشت؟ میدونید سپتامبر 11 وقتی این آپارتمان و ساختمون‌ها ریخت پایین که آخرش هم معلوم نشد چه داستانی بوده، چون خیلی از مهندس‌ها هستن میگن هواپیما بزنه این بالا میسوزه میریزه ولی اون پایین اینجوری منفجر نمیشه بیفته پایین، و این میگن بمب دینامیت گذاشته بودن داخلش اینها. برید لوز چنج یعنی پول خورده اینو نگاه کنید، یه ساعت 90 دقیقه فیلمه. خود آمریکایی توضیح میده، میگه آقا این صاحب این ساختمون‌ها کی بوده؟ شما میتونید بگید صاحبش کی بوده؟ چه پولی به دست آورد؟ چرا نمیدونم قبلش بیمه رو برده بالا؟ همه این ماجراها. و الان هم دیگه یادم نیست راجع به چی داشتم میگفتم. آها، دعا و فلان و اینها و این کلیساها. نه، دعا هیچ کاری انجام نمیده. من میتونم امیدوار باشم که حال دوستمون که ام اس داره بهتر بشه، ولی نمیدونم، بره احمق باشم بشینم اینجا دعا کنم که این دعا، این همه سنگ توی اورشلیم و نمیدونم فلسطین و اسرائیل میرن هی سرشون میزنن، نامه مینویسن میکنن تو سوراخ خدا، هیچ، هر روز بدتر و بدتر میشه. خب روز روزگارتون خوش، و اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، حمایت فراموش نشه. مرسی که با ما بودید. این هم میاریم اینجا آخر برنامه، عکس خودمون رو میذاریم، میگیم شما هم بیننده سربی با مردم باشید، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. روز روزگارتون خوش.